بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، 8 می سال 2019 میلادی، برابر با 18 اردیبهشت 1398. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با دوستمون از خلیج فارس خواهیم بود و 100مین برنامه گفتار عقل بشر رو به شما تقدیم میکنیم که درباره زبان و خط، فکر کنم بیشتر خط، صحبت میشود. خیلی از شما دوستان تشکر کرده بودید از اون برنامه‌ای که ایشون درباره اون پادشاه برونی گفته بودن و در خبرها هم بود که اون آقا تصمیمات خودش رو عوض کرده و از اون ماجرای به اصطلاح خیلی تندرو اسلامی بودن دست برمی‌داره و سعی می‌کنه که در ماه مبارک رمضان آدم باشه. این آدم شدن چه مشکل، ملا شدن، دکتر شدن، استاد شدن چه آسون. خب دوستان عزیز، ترامپ، حالا فهمیدیم چرا اون ورقه‌های مالیاتی خودش رو نمی‌خواست مردم ببینن. ولی این احمق با وجودی که 72 سال در آمریکا زندگی میکنه، هنوز به قدرت رسانه و مدیا و اینوستیگیشن جورنالیست، یعنی خبرنگارایی که میرن دنبال تحقیقات و بررسی و اینها، قدرت اینها رو خبر نداره، آگاه نیست. نیویورک تایم آمده 10 سال ورقه‌های مالیاتی این رو گذاشته و نشون میده کسی که ادعا میکرد بهترین معاملگر، بیشترین پول رو میسازه، بهترین ساختمونا رو میسازه، بهترین کازینو رو داره، بهترین گوشت رو میفروشه، بهترین مشروب ودکا رو درست میکنه، بهترین هواپیمایی رو داره، بهترین دانشگاه رو داره، هیچ چیزی به غیر از بدترین و زیانبارترین بیزینس رو تا حالا نداشته. و این آخرم آمد و یه عده‌ای رو فول کرد، یعنی کلا سرشون گذاشت، گولشون زد. اونا آدمای خوبی بودن، نعیب بودن، ساده لو بودن و این از ساده لوهی اونا استفاده کرد. خب حالا که چی؟ تازه به کجا رسیده؟ بله، یه سری پول از عربستان، سعودی و کشورهای دیگه و حتی روسیه و اینها. خب که چی بازم؟ کسی که میگه من مرد خودساخته‌ای هستم، یادمه یه خانم آقای دوست صمیمی ما هستن، خانمه میگه خب آقای سوربی، دیگه از این که این بیزینس من خوبیه و اینها که شما بحثی نداری. گفتم اتفاقا خانم همینجا بحث دارم، بیزینس من خوب همسر شماست که آمده اینجا با 2 تا بچه رفته توی هتل وایستاده پوست سیب زمینی کنده و شما هم رفتی کار کردی تا این 2 تا بچه برن دانشگاه، ولی این مردک عقده‌ای دیوانه اسپویل لوس نونو که با 10 میلیون دلار، تازه به گفته خودش که بیشتره، هر وقت که ضرر کرده باباش اومده، این کجا خود ساخته است؟ بعدم همه داستاناشو میدونیم. من همون موقعی که خیلی اینو نمیشناختم و تازه فکر نمیکردم تو کار رئیس جمهوری و پالیتیک و اینها باشه، داستانش تو تلویزیون بود که ضرر کرده و همیشه نق میزنه که ای دوستان من کم محبتن، منو رها کردن و اینها. بعد یه دفعه آمد گفت ساختم و برگشتم سر جام و آدم اینجا میفهمه دوستاش کیه. در صورتی که دیشب میگفتن همه رو دروغ میگه و این همون موقعی هم که گفته ساختم، یک کلک جدید یاد گرفته بوده که چجوری کلا بذاره سر مردم و توی معامله دیگه، هر روز در یک معامله، از نوشتن کتابش تا دانشگاهش تا هواپیماییش تا کازینوش، هر چیزی رو، اصلا کتاب ها نوشتن که هر چیزی رو این دست میزنه از بین میره یا میمیره. و اما ببینیم که چی برای شما گذاشتیم. ترامپ برگه‌های مالیاتی رو که نشون نمیده، برای که ایشون یک ورشکسته به تقصیره. میدونید ورشکستگانی هستن که به تقصیر خودشون نبوده،
زمانه عوض شده، طرف رفته تو کار کامپیوتر و اینها، بعدا دیگه کامپیوتر، یا مثلا رفته تو کار سی دی درست کردن، سی دی از بین رفته، رفته تو کار یه چیزایی که دیگه دیدید شما، میان میرن از بین، اونا تقصیر خودشون نیست، ولی این ورشکسته به تقصیره، چون از اول با کلا گذاشتن سر مردم میاد جلو و میدونه که همه چیزایی که میگه دروغه. و اما ویدیوهایی دارم براتون، همین آقای فرخ عزیز که اینجا هست یک ویدیویی برای من فرستاده، دوتام پیام اون روز فرستاد، ما گفتیم فرخ پیام گذاشته خواستیم پخش کنیم، از بس خودم میپرم تو حرف خودم یادم رفت، پیاماش درباره این ماجرای سپاه پاسداران، درباره نامه‌ای که آقای لادن به ارتش و به سپاه پاسداران به اصطلاح به صورت اخطار، هشدار، هر چی بگید نوشته بود. ایشون میگفت که الان سپاه پاسداران افرادی که داخلش هستن لزوماً اونهایی نیستن که به رژیم باور دارن، یه ده هستن رفتن سربازی، وقتی کاغذ دادن دستشون گفتن شما سهمیه سپاه هستی، برو خودتو معرفی کن به سپاه پاسداران فلان قسمت. اینم بحثیه که اگه کسی دوست داشت میتونه بیاد در موردش صحبت کنه. و اما امروز ساعت 2 من قرار بود با آقای فرزاد نیساری برنامه رو شروع کنم، متاسفانه ایشون براشون کاری پیش اومده، باید در یه جلسه شرکت میکردن و یه مقداری یکی دو ساعت قبل از برنامه نوشتن که نمیتونن شرکت کنن، جمعه با ما خواهند بود. از طرفی من اون روز با آقای دکتر مهدی عابدی میخواستم برنامه داشته باشیم که ایشون براش یه کاری پیش آمد و دیدید برنامه قطع شد و اینها. خلاصه روزگار غریبیست نازنین، با این دوستمون قرار میذاریم نمیاد، اون بنده خدا میگه من بیام، میگیم نه دیگه ما دستگاه رو خاموش کردیم، عوض کردیم. ولی یه چیز حتمی اینه که با دو تا پناهجو به زودی مصاحبه میکنم. شما میدونید که یکی از افتخارات تلویزیون مردم این هست که پناهجویان را دریافته تا امروز، و به شما هم میگه پناهجویان را دریابیم. هر کس به قدمی، به قلمی، به رقمی، به دیناری اونجوری که میتونه کمک کنه، مخصوصا اینهایی که جوان هستن میان در کشورها، این دو تا دوست فکر کنم از کشور دانمارک باشن، میان توی کشورهای غریب غیر وطن و خانواده و اینها رو زدن، تنها چیزی که میخوان آزادیه، و من و شما باید تا اونجایی که میتونیم کمکشون کنیم. پس جمعه سعی میکنم با این دوستان باشیم، ضمناً اگه آقای امیرحسین لادن هم باشن با ایشون هم خواهیم بود. و آقای علیرضا سلیمانی ممنونم، آقا من این دکترین مونرو رو شما نوشتی یا یه دوست دیگه، خوندم و بعدم دیدم که الان صحبتش هست، حتی فرید زکریا روز یک شنبه صبح در این مورد صحبت میکرد، خیلی ممنون. باز یکی دیگه از محاسنات این تلویزیون مردم که محاسنات کم نداره، یکی دیگه از محاسناتش اینه که ما نمیایم اینجا مثل آخوند بشینیم اون بالا از بالا به پایین صحبت کنیم، میگیم آقا اومدیم یه جمعیه، گپی خودمانی، من میگم ممکنه شما یه چیزی یاد بگیری، شما میگی من یه چیزی یاد میگیرم، خیلی ساده. نه من را منتی بر او، نه او را منتی بر من. شعر بسیار قشنگی، این یکی از دوستان تو کرمانشاه میخوند، نمیدونم مال خودش بود یا مال دیگری بود. بله آقای سلیمانی میگه بله من نوشتم این دکترین مونرو، همونی که میگه که مثلا دنیا رو تقسیم بندی کرده، میگه این قسمت مال ما است، هیچ کشور دیگه، چین و نمیدونم روسیه و اینها نباید دخالت کنن، اون قسمت مال ما نیست، ما دخالت میکنیم. یه فیلمی بود لیماروین و توشیرا میفونه شرکت کرده بودن داخلش، جهنم در اقیانوس آرام، اسمشو به انگلیسی نمیدونم چی بود چون تو ایران اسما رو عوض میکرد. بعد اون فیلم خیلی جالبی بود، دو تا سرباز، یکی ژاپنی یکی آمریکایی، بر حسب تصادف و جنگ و هرچی توی جزیره‌ای افتاده بودن و اینها با هم دعوا میکردن، این آب اونو میزد میریخ، اون یکی میاد خوراک اونو میدزدید فلان اینها. بعدن یکیش فکر کنم لی ماروین میگفت که ببین هر چی من دارم مال منه، هر چی تو داری، فکر کنم میخواست بگه نصفش مال منه، دید نه میخواد زور بگه، گفت اونم مال منه.
در هر صورت این هم ماجرای آمریکا و زور گفتن و اینها، پیام‌های فرخ از روز قبل، ویدیوی درویش مشنگ. بریم آقا فرخ این ویدیو رو ببینیم و ببینیم دوستان هم با من هم نظرن یا با شما، چون وقتی شما این رو ارسال میکنید یعنی این ویدیو مورد قبول شماست و شما برای دیگران میفرستید، مگر اینکه یک نوشته‌ای بهش اضافه کنید، بگی آقا من اینو دیدم، شما بیا نگاه کنین آقا چقدر مشنگه، چقدر مزخرف میگه. خب ما میدونیم یا فیلمش رو دیدیم، کی بود اون خانم ایوا پرون بود، کی بود مال آرژانتین، یه خواننده‌ای بود زمان انقلاب و فلان اینها، آمد و یک جنبشی به راه افتاد. آقا خانم این نیست. یکی میگه موامون بلند گذاشتیم، یه دوستی داشتیم سالها پیش، حالا شاید نخواد من اسمشو بگم، گفتیم آقا چرا موهاتو همینجوری بلند میبافی؟ گفت مجاهد بود، گفت که من نذر کردم یا با خودم عهد کردم تا روزی که مجاهدین پیروز نشن من موهامو کوتاه نمیکنم. خب بنده خدا فکر کرده بود 2 سال دیگه است 3 سال دیگه است، از اون زمان 25 سال میگذره که من میشناسمش. حالا دیگه بعدم بلند شد رفت آفریقا و رفت شاخ آفریقا و اینها. بله آقای سلیمانی میگه برای آمریکا پس از شوروی به اروپای شرقی دخالت کرد و الان ناتو در گرجستان رزمایش دارد و قاعده را کلن آمریکا به حمله به یوگسلاوی به هم زد. همینه که من میگم، شما این فیلم رو پیدا کن بنویس لی ماروین توشیرا مفیونه، دو تا هنرپیشه 2.5 ساعت یه همچیزی فیلم دارن، اون اصل ماجرا رو میگه، اصل ماجرای زورگویی آمریکا رو میگه. خب آقا این جلو زورگویی آمریکا اگه قد علم کنی خوردت میکنه، اگه سر تعظیم فرود بیاری بازم خوردت میکنه. آوردن دیگه، نگاه کنی شاه بیچاره جلوی آمریکا سر تعظیم فرود آورد، خوردش کرد. لیبی وقتی آورد گفت آقا اوکی میگین نمیخوام اسلحه شیمیایی، نمیخوام برده بود، خوردش کردن. عراق همینجور یکی یکی، اگرم وایسی روبروشون اونجوری هم تیک تیکت میکنن. خب چی کار کنن اینا؟ آقا بگیر همه دنیا رو بگیر، بگو ایالات متحده آمریکا که هیچ اتحادی هم نیست، اونای دیگر هم بگیر براشون که فرمانداری بذار و نمیدونم والا. در صورت که خود آمریکا الان به بنبست رسیده. الان شما نگاه کنید، من شما مسخره میکنیم این آخونده رو، میگیم آقا روحانی یه چیزی میگه، ظریف یه چیزی میگه، خامنه‌ای یه چیزی میگه، اینجا هم همینه، اینجا اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه. گفتن که ما داریم میریم جلو که شنیدیم ایران میخواد حمله کنه. ایران هم گفت بذارید بیاد نزدیک. برای بابک هروی نوشتم، بابک هروی از روز که اومد اینجا نمیدونم چیز خورش کردن یا بهش فرمون دادن دیگه با من صحبت نمیکنه. نوشتم که بابک جان آخوندا گفتن ما تیراندازای خوبی نیستی، هرچی اینا نزدیکتر بیان ما بهتر میتونیم بهشون شلیک کنیم، بذارید بیان نزدیکتر. خب این هم از این ماجرا. بذارید ببینیم که این میگه ایونت لاگز 22 یعنی چی، من اینو نمیفهمم. ایونت لاگز 22 نمیفهمم. وقتی نمیفهمیم چقدر خوبه که بگیم آقا ما اینو نمیفهمیم، ما نمیفهمم به قول معروف صمد آقا، ولی حالا بریم. اگر تا امروز من و شما منتظر نشسته بودیم که چه باید کرد، جوابش رو این آقا به شما میده. اول هر کسی یه ستاری تاری آویزون کرد، تنبکی دفی آویزون کرد و گذاشت تو تاخچه، این یعنی از حالت چیز رفته بیرون، مادی رفته بیرون، به معنویات و معنویت پیوسته. بریم با این آقا که به معنویت پیوسته بشینیم و نگاه کنیم. ولی ازتون خواهش میکنم با دقت، این زیرنویس فارسی هم داره، با دقت به گفته های این آقا توجه کنید و به چیزی که میگه، چون من میخوام درباره چیزی که میگه با شما صحبت کنم. اوکی بفرمایید کامرای 2 صدا هم از کم شروع میکنم. اینو آقای فرخ به ما گفته، گفتیم چشم. دو آوارگی چی شد؟
بیا از اول. این بعض وقتا همینجوره، اینا وقتی که وطن غربت و درد و آوارگی وطن غربت و درد و آوارگی این معنی وطنه؟ خب نمیدونم، اون وقتی خوب کار میکرد آقای فرخ خان، حالا اطفال میرزه. به اهرامی شیدا نمیدونم. خلاصه این آقا براتون بگم، یه جا میگه ما مردم نادانی هستیم، یه جا از همین مردم نادان میخواد که یه کاری انجام بدن، خودش هم نمیگه چی کار بکنی. نمیدونم آقا این پلی نمیکنه، من باید این ویدیوها رو ضبط کنم که تو سیستممون قرار بگیره پخش کنم. دلیلش هم اینه، اینا روی آی کلاود و روی نمیدونم اینستاگرام و روی اونه. وقتی شما چی میکنی مثل این میمونه که میری حمام شیر آب باز میکنی میخوای دوش بگیری ولی آب شهر قطع میشه. ولی وقتی که خودت آب جمع کنی، حتی اگه یه تانکر کوچولو داشته باشی آب جمع کنی، دیگه خیالت راحته. از اون تانکر کوچولو تو شیراز این کارو میکردن، از بس دوره شاه ماشاءالله و از آل تازه شانس آورده بود، آقای نمازی آمده بود و برای شیرازی ها یک آب لوله کشی و اینها انجام داده بود، بیمارستان نمازی رو ساخته بود، همون نمازی که پسرش اینجا حسن نمازی رو گرفتن و انداختن زندان. اگه این صدای کلیک کلیک ماوس هم اذیتتون میکنه عیبی نداره، ما شما رو اذیت میکنیم که قدر مواقعی که اذیت نمیشید رو بدونید. این ویدیو اگه کسی میتونه این ویدیو رو برای ما بفرسته، خود فرخ میتونه بفرسته و اینا بفرسته ما نشون بدیم، اگه نه بریم سراغ سم، اونم یه ویدیو فرستاده خیلی عالی. اولا دقت کنید وقتی که دارن مصاحبه میکنن با یکی از دستندرکاران رژیم، ببینید اینا چقدر پدر سوخته هستن. اگر یه وقتی بر حسب تصادف، بعضی ها میگن حسب، بر حسب تصادف، نمیدونم کدومش درست، یه حرف درستی زد، اونی که اونجا پخشش میکنه صدای موزیک رو میبره بالا. حالا من اینو براتون میذارم، ببینید اگر پلی میکنه بهتون بگین که چی میشه. این خیلی عجیبی نشون میده که داره باز، یعنی نشون میده ولی نمیدونم چرا اینجوری میشه. فیسبوک البته وقتی میخونید دو سه بار تا حالا The name of movie is Hell in Pacific. میدونید که اینا دو تا دریا دارن، یکی آتلانتیک یکی پاسیفیک، بعد ما میگیم که جهنم در اقیانوس آرام. آقای فرخ اسم اون فیلم رو پیدا کرده و میگه که Hell in Pacific. خب آقای سلیمانی، آقا این فیلم رو هم نشون نمیده. این ماجرا اینه که دقیقه 1:20 اینجایی که این آقا اذعان میکنه، قبول میکنه که اینها دخالت میکنن در امور کشورهای دیگه، صدای موزیک رو میبرن بالا. پس اینم یه دلیل دیگه که نباید موزیک هنگام ویدیو پخش بشه. میگه لیبی تمام آزمایشگاه خود را بدن ادعا کردن که ایران ملتزم. نه این یه چیزیه، این بهش میگن که بافرینگ. بافرینگ درست همون ماجرای، همیشه این مثال خوب رو داشته باشید، اینو برای خازن هم ظرفیت و اینا به ما یاد میدادن تو رشته برق، که شما اگر یه ظرف بذاری اینجا، آب شهر بیاد اینجا، بعد از این استفاده کنی، شما همیشه میدونی 200 لیتر پشت دستته. ولی اگه این ظرف 200 لیتر رو برداری بشینی آب شهر استفاده کنی، اگه همسایت شیر رو باز کنه، البته اینجا اتفاق نمیفته، شما ممکنه بدون آب بشی. این ماجرای ویدیو و بافرینگ و استریمینگ و اینها دقیقا اینه. الان مثلا یه ساعتیه، یا سم اینو برای خیلی ها فرستاده، یا فرخ برای خیلی ها فرستاده، همه روی این کلیک میکنن نشون نمیده. این آب شهر که میخواد الان بیاد پخش بشه تو همه خونه ها، فشار کمه، دو بعد از ظهر همه گرمشونه، میخوان آب بدن به باغچه و به نمیدونم حوض و اینها، آب نمیاد. میگه لیبی تمام آزمایشگاه اتمی خود را به آمریکا هدیه کرد و دانشگاه
دانشمندان نظامی هسته آمریکا وارد لیبی شدند و آزمایشگاه را قطعه قطعه پیاده کرده و با خود به آمریکا آورده و فکر کنم در دانشگاه وندربیلت تنسی دوباره سوار کرده و الان از آن استفاده میکنن که 100 میلیون دلار هزینه داشت برای لیبی و لیبی 3 میلیارد دلار غرامت هواپیمای آمریکایی در انفجار لاکربی را بدون قبول مسئولیت پرداخت که روابط عادی شود. و تونی بلر و برژنسکی یا برلوسکونی به لیبی سفر کردند و او حتی کارخانه موشکسازی بیش از 200 کیلومتر برد را کنار گذاشت و نابود کرد و باز غربی ها به او خیانت کرده و زیر معامله زدند. اینا پس بار اولشون نیست که به امضای خودشون اعتماد، یعنی اعتبار و کردیت نمیشه داد. ظریف همینو داشت میگفت به اون آقای کریس والاس، میگفت آقا شما تو دنیا معروف شدین که حتی امضای رئیس جمهورتون، حتی امضای وزیر امور خارجتون، حتی امضای مشاور نمیدونم چی فایده نداره. این آقا امضا کردن، برجام امضا کردن، این نفر بعدی که میاد، این نفر بعدی دیوانه، این زن اوباما آمد دید بچه های آمریکایی چاقن. حالا درسشون که بده هیچی، از لحاظ سلامتی هم در رده های خیلی عقبه. گاقا اینقدر به اینا خوراک و نمک و روغن و اینها ندیم، بیان بیشتر بهشون وجتبل، سبزی، میوه‌جات اینها بدیم. باورتون میشه این مردکه شالاتان با این زن عقب افتادش که من اتفاقا یه دفعه وقتی گفت بی بست، به یکی از دوستان گفتم این نباید بی ده بست باشه، با همه که ما انگلیسیمون خوب نیست. اون دوستم خندید گفت آخه این به زبون خودش حرف میزنه. اینا مثل حقایی که میگن 18 تا زبون بلده، میگن 5 6 تا زبون بلده ولی یکیشم بلد نیست صحبت کنه. بمانه بی بست. بی بست چی؟ زنی که تو که به دیگران میگی بی بست، خودت با بدترین موجود دنیا هم خوابه شدی، هم اتاق شدی. خجالت بکش. حالا یک سالم گذشت، تو این یک سال چه غلط کردی؟ ولی شوهرش مدرسه ها رو که ثابت کردن چندین میلیون دلار به نفع آمریکایی‌ها شده از لحاظ بهداری و بهداشت و مریضی و اینها، و بچه ها هم وزنشون کمتر شده و سالمتر هستن و به اصطلاح بیشتر انرژی دارن، گفت نه آقا بدید به اینا کنتاکی فرای چیکن و نمیدونم مرغ و روغن و اینا، پدر اینا رو هم در بیارید. حالا ببینید چی میشه. بله، آقای سعید خان میگه درست این جریان لیبی رهبر کره شمالی را از خواب بیدار کرد که اگر تمام پایگاه اتمی را تعطیل کند به سرنوشت قذافی دچار خورد، از زبان مشاوران کیم جانگ اون. نه عزیز من، اولش این دیوانه که عکسش گذاشتم که تو سیبیلاش نوشته وار جنگ، این جان بولتون گفتن که خب این چیزا شد اتمیشو بده چی میشه، گفت مثل لیبی. تا گفت مثل لیبی، جیم کانتینگ چی میگه، گفت آ مثل لیبی میخوایم منم مردم بگیرن تیک تیکی کنن. خب فرخ میگه من برات این ویدیو رو توی مسنجر فرستادم، اونجا نگاه کن ببینم چی میشه. خب دفعه قبلم توی مسنجر بود دیگه، تو مسنجر من باز میکردم کار نمیکرد. اتفاقا همین سعیدم توی مسنجر اون ویدیو رو فرستاده و سعید یه ویدیوی دیگه هم فرستاده که یه خانمی شعر میگه و یه دوستمون یه ویدیو دیگه فرستاده که یه خانمی موهاشو میزنه. منم یکی یکی میگم که واه واه واه، خدا عاقبت اینا رو به خیر کنه، چون ما این 40 سال منتظر این خانم بودیم که دنیا بیاد 20 سال پیش، حالا امروز به هر دلیلی که مسائل ما اقتصادی داره، مالی داره، روانی داره، بشینه موهاشو بتراشه و تموم شد دیگه، آخوندا رفتن به درک واصل شدن. آقا خانم این نیست، این دیوانگیه. یه دوست ما موهاشو نزنه، نذر کرده. یه دوستی میخواد موهاشو بزنه، یکی دیگه میاد شعر میگه. بذارید ببینم میتونم پیداش کنم کار کنه یا نه، اگه نه هم که نه. خب این که دقیقه 1:20 توجه کن چجوری صدای موزیک بالا میبره و کلمه دخالت در امور کشورهای دیگه بی صدا میشه. خب بی احترامی ترامپ به خبرنگاران زن رو من دیدم آقا، و من باورم نمیشه چرا اونا ساکت میشن.
خب اگر رئیس جمهور شروع کرده از خط خودش خارج میشه و به اینا میگه این سوال احمقانه است، اونا هم بهش میگن که هیچ سوالی احمقانه نیست، جوابها احمقانه است، بهش بپرن که دیگه بفهمه اینجوریه. خب اون ویدیوی خانم شهرزاد میرقلی خان رو ما اون روز نشون دادیم و بعدش ما چیزی از کسی دریافت نکردیم که بگه به اصطلاح نظرش رو اینها. ولی ماجرای دریافت و اینها یه دوستی امروز حمایت کرده بود، گفته بود که مدتی وضع و اوضاع بیزینس و اینها بد بوده، الان بهتر شده. ما گفتیم خب ما هم دعا میکنیم. یکی از محاسن بدهکار بودن یا کمک کردن اینه که اونی که طلبکاره همیشه شما رو دعا میکنه، یا اونی که کمکای شما به دستش میرسه همیشه شما رو دعا میکنه. ضمناً ما یک قراری هم داشتیم با خانم دکتر نسترن زنوسی. خانم زنوسی ماشاءالله از بس مشغوله با گوگوش و داریوش و خانم فرح پهلوی و اینا، گاهی وقتی اشتباهی پیام منو برای اون یکی میفرسته، پیام اونو برای من میفرسته و حقیقتاً نمیدونم. گاهی وقتا میگم که همینه که ما دیگه 40 سال اینجا نشستیم و این دوستان میان میگن آقا خودتون کمک کنید، چرا ما بیام اینقدر پول بدیم به صلیب سرخ، به هلال احمر، وقتی که میبینیم اینها اینقدرش رو خرج عیاب و ذهاب و فلان میکنن و به اصطلاح میشه آفتابه و لگن 100 دست، از شام و نهار خبری نیست. ما میان خودمون مستقیما شام و نهار رو به دست طرف میرسونیم. بسیار خوب، اولین ماه دومین ماه که این کار میکنن میبینن ای بابا نمیشه، باید یه نفر استخدام کنن، پس این شام و نهار تبدیل میشه به یه شام تنها. 2-3 ماه که میگذره میبینه نمیشه، باید شام رو کمترش کنن. خلاصه میشه هم میشه شرکت های دیگه و الی آخر. اینم از این و ببینیم که چه باید کرد. میگه که بولتون گفته که we are not in war with Iran. We send this ship just to defend American interest in that part of world. اون گفت شما باور کردی؟ من که باور نمی کنم. خب این خانومی که میشنه و موهاش میتراشه و اینها یه بار دیگه نشون دادم، بازم نشون میدم، اگر به اصطلاح پلی کنه، اگر بازی کنه. و امروز فایرفاکس هم اینجا درست کار نمی کرد، دچار اشکال شده بود. میگفت فایرفاکس رو باید اپدیت کنید، وقتی اپدیت میکردی دیگه اصلا باز نمیشد. روزگار غریبیست، هر روزی یه جایی یه اشکالی هست، ولی مهم نیست. ما هم پر رو همچنان اون به این گفت. یعنی چی؟ من متوجه نمیشم اون به این گفت یعنی چی. بله این ماجرای اون و این، اشاره به دور، اشاره به نزدیک، اشاره مجهول، اینها گاهی وقت توی صحبت کردن قاطی میکنیم دیگه. شما اگه میفهمی منظور ما چیه خیلی سخت نگیر. گفت سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. بزن بریم فعلا ببینیم که این دوست ما چی میگه. میدونید من همیشه گفتم اینایی که میگن اشهد ان لا اله الا الله حقیقتا دارن دروغ میگن. اونی که میگه اشهد ان لا محمد رسول الله داره دروغ میگه، اونی که میگه اشهد ان لا امیرن ولی الله داره، علیان ولی الله داره دروغ میگه. چون از کجا میدونی؟ شما نمیدونی، شهادت هم میدی. این دوستمون نوشته یه سوالی مغز من رو چند وقتی هست که ایشون نوشته سرویس کرده، ما میگیم مشغول کرد. پیغمبر نمازش با ما فرق داشت. مثلا میگفت اشهد ان خودم رسول الله، اشهد ان پسر عموم ولی الله، یا میگفت اللهم صل علی خودم و بر بچه های خودم. خدا وکیلی هر کی میدونه جواب بده. خب کسی میدونه بیاد جواب بده. و اما ایرونیوز یا ایرونیوز میگه که ایران کاهش اجرای تعهدات خود در برجام را رسما اعلام کرد. یعنی ترامپ کاری کرد سال گذشته با حماقتش که ایرانی که تقریبا مهارش کرده بودن، کشورهای اروپایی، با حرف، با توضیح، با تشویق، با ترغیب، با پول، اینا دوباره دارن تیزکلنگ میندازن، دوباره دارن چموشبازی در میارن. روحانی گفته تندروهای آمریکا اختیار کار را از شخص ترامپ گرفتن. بیچاره این روحانی 20 سال دروغ گفت، گفت من دکترم موقعی که دکتر نبود. حالا هم که دکتر، خب آقا دکتری که دکتری، تو اون رشته که دکتری که کار نمی کنی که بمانه.
این روحانی گرفتار دو جا شده، گرفتار تندروهای ایران و تندروهای آمریکا. آقا برو دنبال کار زندگی و بذار دنیا یه جوری درست بشه. میگه نام دو رئیس جمهور کره هاست، یکیشون این نام داره، دیگری اون است. خیلی ممنون خانم تنازی. نورد کوریا تور تو یو اس ای. بله خیلی ممنون. اون به این گفت. آها خیلی ممنون و متشکر. بذارید ببینید فیسبوک برامون سعید چی فرستاده. امیدواریم که آها این بذارید اینجا به یارمش ببینم این آقایی که چه کاره هست. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته قبلا آمریکا ادعا میکرد ایران اهل مذاکره نیست، که با ورود به برجام این ادعا بی اساس بود. ایران وارد شد، مذاکره کرد و نتیجهش برجام بود. بعدن ادعا کردند که ایران ملتزم به تعهداتش نیست، در حالی 14 گزارش از آژانس بین‌المللی اتم نشان میده که ایران به تعهداتش پایبند بوده است. سعید می‌نویسه کسی این را گوش داده؟ درست لحظه‌ای که من گوش دادم، تو شما درست میگی، ولی باز میفهمی چون شما به من گفته بودی، باز میفهمی که میگه خب ایران دخالتای کرده و فلان اینا، و صداشو میبرن، صدای موزیک رو میبرن بالا که شما متوجه نشی اونجا این چی میگه. بیان با هم حالا اینو تماشا کنیم، کامرای دو. هوپفولی این دفعه که شما از صفحه اصلیش فرستادی کار میکنه و با هم گوش میده. آرزوی قبولیت را داریم در این ماه مبارک رمضان برای همه ملت شریف ایران. عرضم به حضور شما که جمهوری اسلامی ایران با سیاست هوشمندانه خودش توانست به طور بسیار مؤثری اون رفتار نفاق‌گونه دولت امریکا رو به خوبی در سطح افکار عمومی جهان نشان بده. حالا به چه صورت؟ ببینید قبلا امریکا ادعا میکرد که ایران اهل مذاکره نیست، که با ورود به برجام این خب روی 40 و چند وایسا. در صورت ساعت دقیقه 1:20 میگه که دخالت ها رو میگه، همون موقع صدا رو میکشن بالا، به قول معروف فتیلش رو میکشن بالا. میگه که لطفا به این ایمیل توجه کنید و این سردار کم سواد را با ارتش بودها و سپه بودها و عمرای ارتش شاهنشاهی از جمله ازهاری، قرباقی، هاشمی نژاد، فردوس و حتی خاتمی و و که اتهام میکردن بهترین مدارج تحصیلی نظامی جهان را طی کردن، با این فرد کم سواد مقایسه کنید و فرق فاحش اینها را با آنها مشاهده کنید. ببینیم این چی میگه. فکر کنم ایشون به طعنه نوشته این بی سواد و اینها. البته خب این 12 دقیقه ویدیوه، ولی بذارید ما تا اونجایش که میشه به شما نشون بدیم. و میگم من وقتی قرار میذارم با دوستان و فکر میکنم که خب حالا امروز ساعت 2 تا 2:30 تا 2:45 آقای فرزاد نیساری اینجاست و ما هم تلاش میکنیم شنونده خوبی باشیم و این دوستان نمیان، یه دفعه مثل این میمونه که ما داریم از نردبون میریم بالا، ایشون میگه که من نردبون رو الان احتیاج دارم، ور میداره میبره، ما میایم این بالا و گیر میفتیم. بشنوید. جانشین فرمانده سپاه به آمریکا و متحدانش هشدار داد اگر از ادبیات تهدید استفاده کنند، از قانون عبور بی ضرر در کنوانسیون 1982 دریاها استفاده می‌کنیم و به هیچ کشتی و شناوری اجازه عبور از تنگه هرمز را نمی‌دهیم. فرمانده نیروی دریایی ارتش ما گفته که امسال ارتش 20 آزمایش تخصصی رو در آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان اجرا میکنه، اما آمریکایی‌ها به انتقاد از آزمایش‌های ایران پرداختند و از محدود کردن ایران در این باره گفتند. سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در استودیو مهمان ما هستند. سردار سلام، این آزمایش‌ها فقط مال ارتش یا نیروی دریایی سپاه هم آزمایش خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و ملت شریف ایران عرض سلام و احترام دارم و شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو
تسلیت عرض میکنم و همچنین پیشاپیش برای رسیدن عید سعید مبعث را به همه مسلمانان جهان، خصوصا ملت عزیز و بزرگوار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. جناب آقای حیدری، من برای یک مصاحبه تشریفاتی اینجا نیومدم. مصاحبه من امشب حاوی یک پیام بزرگ به ملت عزیز و شریف ایران و یک هشدار به دشمنان ملت بزرگ ایران است. پیام من به ملت عزیز و شریف ایران آرامش و اطمینان خاطر و اطمینان قلب، امنیت کامل، حرکت به سمت فتح قله‌های بزرگتر و اعتماد به قدرت لایزال الهی ملت شریف و عزیز ایران اسلامی است و به دشمنان ایران اسلامی خصوصا آمریکایی ها این هشدار رو میدهم. دوستان، دو دقیقه از این ویدیو گذشته، فعلا همین تعارف و مبعث و تبریک و تهنیت و تسلیت و فلان، اینم مصاحبه اینجا. در هر صورت اونا هم خب تلاش خودشون میکنن که مردم رو آماده کنن که اگر اتفاقی افتاد مردم برن طرف آخوندا و طرف نگه داشتن رژیم، همون کاری که 8 سال جنگ دنیا با ایران این کار انجام داد و کمک بزرگی بود با آخوندا. اگر صدام حمله نکرده بود، کشورهای دیگه حماقت نکرده بودن، شاید مردم همون اوائل صداشون در می اومد و این حکومت رو تا اینقدر قوی نشده بود، بزرگ نشده بود، زیر رو میکردن و میگفتن آقا برید دنبال کارتون. ولی اونها باعث شدن که مردم چون وطن پرست هستن، چون برای خاک و کشورشون و ناموسشون ارزش قائلن، 8 سال مشغول جنگ شدن. بعدم دیگه آخوندها گفتن ما جنگ کردیم و اینقدر خاک ندادیم و فلان، اینها دیگه مردم هم اون همه مشکلات داشتن، حالا مشکلات جنگ زده ها و اینها رو هم داشتن، اصلا از یادشون رفت که با آخوند چه باید کرد. و اما این از این. ممنونم از آقای آریانپور عزیز. بریم سراغ ایران کاهش رو گفتم بهتون، یه چند تا خبر دیگه هست از سایت های مختلف. این CNN میگه که تحریکات تحرکات مخفیانه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی در خلیج فارس. شبکه خبری CNN به نقل از چندین مقام آمریکایی خبر داد که جابجایی احتمالی موشک های بالستیک کوتاه برد ایران به قایق های این کشور در خلیج فارس یکی از دلایل مهم تصمیم آمریکا برای انتقال بمب افکن های B-52 این کشور به منطقه است. دوستان یه ویدیویی نشون میدن که این درون، میگن این هواپیمای بدون سرنشین یا این پرنده های بدون سرنشین، رفته روی ناو هواپیمابر آمریکا، نشون میده حتی افراد رو میتونن شناسایی کنن. اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگه این آبای بین المللیه لابد میگن خب ما هم نمیتونیم حمله کنیم، یا اگه زد ایران دنبال بهانه میگرده. خلاصه اونجا اوضاع خیلی متشنجه و شما بگید که نظرتون چیه و چه خواهی به اصطلاح امیدتون چیه، آرزوتون چیه. ساعت 2:40 38 دقیقه است. ساعت 3 بعد از ظهر با دوستمون از خلیج فارس خواهیم بود. برنامه عقل بشر شماره 100. متاسفانه نه ویدیوی سعید رو تونستیم به خوبی نشون بدیم نه ویدیوی فرخ رو، ولی اجازه بدید درباره یک کنسرتی صحبت کنم که در ماه جون در همین منطقه خودمون در استرلینگ یکم از واشنگتن دوره، ولی یه جای جدیدی هست و به اصطلاح یه جورایی بعضیا اینا رو بیشتر دوست دارن، دوست ندارن برن تو ترافیک واشنگتن، توی پارکینگای واشنگتن $30-$40 بدن و اینها. اینجا الان برنامه آقای احمد ندیمی رو من بهتون نشون میدم. ایشون یه هنرمندی هستن که من قبلا هم یکی دوتا از کاراشون رو توی تلویزیون مردم تبلیغ کردم و متاسفانه هر وقت ایشون کنسرت داشته من هم کار داشتم از این کارهایی که از 3-4 ماه قبلش
قول داده بودیم، از مردم پول گرفته بودیم، باید میرفتیم انجام میدادیم. فعلا امروز که با شما صحبت میکنم، این هشتم ماه جون یا جوان، میگن چی میگن؟ جون ما میگیم تو آمریکا. برنامه ندارم، شنبه هم هست، شنبه هشتم ماه جون ساعت 7 شب. یک ایشون هم موسیقیدان هستن، هم آرتیست هستن و پرفورمانس یا اجرای برنامه هم هست از خانم سانی پارک، و این رو من پیشنهاد میکنم بیاین و برید و ببینید. دیروز با ایشون تماسی داشتم و گفتن که به زودی یک ویدیو هم ارسال میکنن، اول دارن میسازن اون ویدیو رو، به محض اینکه بسازن برای ما هم میفرسن. تیکتش هم گرون نیست، 25 دلار اگر این ادوانس بخرید از پیش، 30 دلار اگر بیاین اونجا دم در. پس وقتی که واشنگتن بخواین برین، بعض وقتا 30 دلار رو شما باید بدید پول پارکینگ. بله، شماره تلفن تماسشون هست 730-376-34-33. میتونید روی وبسایتشون که هست rajyogo.org، بعد آدرس اونجا هم هست 22-821 سیلور بروک سنتر، بعد این درایو فکرم دکتره DR درایو اپارتمنت، به اصطلاح سویت نمبر یا ساختمون شماره 160 استرلینگ ویرجینیا 20166، زیپ کدش هست. حالا ببینم که این قسمت دوم هم داره. قسمت دومش اینه، بیارمش اینجا برای شما. بله، این درباره اون برنامه توضیح میده. متاسفانه به نظر من رنگی که انتخاب کردن یه مقداری باید پررنگتر و اینها باشه. شما ببینید وقتی این فیروزه‌ای و سفید، رنگای روشن و شادی هستن، ولی خیلی نزدیک به هم هستن. یادم یه فیلمی نگاه میکردم، اون تاور ریکورد، خب ممکنه خیلی از شماها یادتون نیاد، جوان باشین، یا خیلی از شماها مثل من خیلی تو کار موزیک نبودید، کاری نداشتید. یه انقلابی بود در آمریکا در قسمت نوار فروشی، در قسمت ضبط و پخش و این چیزها، و موقعی اومد که فکر کنم تیپ بود اولا، تیپ یا اون حتی چی بهش میگفتن، 8 ترک، اون چیزایی بود به این بزرگی میزدن چه ماشین، و مثل تقریبا نوارای ویدیو بود. بعدم تا زمانی که سی دی و اینها اومد، اینها وایسادن دوام آوردن، ولی وقتی که دیگه سی دی رفت و همه چیز شد، این آیپاد و اینها و همه دیجیتال، همه کوچیک، اینا دیگه اون از بیزینس رفت بیرون، ورشکستم کرد. برگردیم به این موضوع، تابلوش میگفتن چون رنگی رو که انتخاب کرده بوده به اصطلاح کامبینیشن چی؟ مخلوطی از زرد و قرمز بوده، مثلا با قرمز روی زرد نوشته بوده، این خیلی پیدا بوده، خیلی گویا بوده. در اصل بعضی وقتا دوستان توجه نمی کنن و من فکر میکنم که اینو باید نشون بدن به یکی دیگه، دوستشون بهشون بگه. بله، اونم میگه به تعهدشون پایبند بوده است. الان برای من اومد آقای فرخ این ویدیو، ولی ویدیو رو آقای سعید از حتی صفحه سور اسرافیل هم فرستاد، دیدید که اولش کار کرد دوباره وایساد. میگی که سوربی، میدونی چرا در جنگ آمریکا با عراق صدام حتی یک هواپیمای میگ جنگی را نتونست پرواز بده؟ اولین اقدام جنگی که آمریکا میکنه با حمله هوایی، بمب‌های خوشه‌ای ضد رادار و مایکروویو رو میریزه و تمام ارتباطات مملکت را فلج میکنه. هیچ حرکتی امکان پذیر نیست، حتی در یک گردان مکالمه با گروهانها قطع میشه. هواپیماها و ناوهای جنگی دشمن
بیخاصیت میشن. نه، یه دلیل دیگرش ignorance به چی میگیم؟ نادانی اونها بود. یادتونه اون وزیر جنگ چیز اینجا نشون میداد، میگه آقا آمریکایی‌ها پشت دروازه عراقن، اون وزیر جنگ میگه ما نشستیم تا بیان بزنیم پدرشون در بیاریم. این متاسفانه تو خاورمیانه این زیاد اتفاق میفته، غرور بیجا که همش هم از کمدانی و نادانی به اصطلاح سرچشمه میگیره. خب بذارید من یه چند تا صفحه رو ببندم اینجا، اون برنامه آقای احمد ندیمی و دوستان ایشون رو اگر فرصتی بشه حتما یه مصاحبه هم باشون انجام میدیم تا ببینیم کی کجا و چه خواهد شد. میگه که احمد زیدآبادی گفت تصمیم ایران در مورد برجام ممکن است قدم گذاشتن در راهی بی بازگشت باشد. ای بابا، یعنی شما فکر میکنی جمهوری اسلامی تا امروز قدم در راههایی گذاشته که امید بازگشتی بوده؟ هر جا رفتن راه بی بازگشت بوده. خب و اما واکنش های بین المللی به اقدام ایران در کاهش سطح اجرای برجام از پاریس تا تل‌آویو. یعنی ایران حالا که ترامپ اون برجام رو به هم ریخت و زیر پا گذاشت، ایران هم میگه ما به اصطلاح تعهداتمون رو کم میکنیم. خب مثلا ممکنه یکی دو تا تعهد در قبال آمریکا بوده، حالا که آمریکا نیست دیگه اون تعهد رو مجبور نیست انجام بده. شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه 8 ماه می با صدور، یعنی همین امروز، با صدور بیانیه اعلام کرد این کشور اجرای برخی اقدامات در چارچوب برجام را متوقف میکند. این تصمیم با نامه مستقیم حسن روحانی به اطلاع رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه رسیده و به آنها 60 روز فرصت داده شده تا تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای را اجرا کنند و در غیر این صورت ایران محدودیت‌های مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن‌سازی راکتور آب سنگین عراق را نیز متوقف خواهد کرد. نمیدونم، این میگفت که ندید بدید یه خرید اسمشو گذاشت عبدالحمید، یعنی ایران هم با این ماجرای اتم و اینها خودش هم نمیدونه چی میخواد، این چیزی که داره اصلا به چه دردی میخوره. یه روز میاد میگه ما اصلا اینو برای بمب اتم نمیخوایم، برای نیروگاه اتمیه. بعد از اون ور تا اینا حرف میزنن میگه تقویتش میکنیم و نمیدونم فلان میکنیم. خب اگه این برای نیروگاه اتمی بوده و هیچ وقت برای بمب نبوده، حالا شما هرچی هم بخوای تقویتش کنی اینا که به یه روز و دو روز عوض نمیشه به بمب اتم. کی میدونه این چیزا رو، کی میخواد صحبت کنه، من نمیدونم. میگه آهن آلومینیوم هم جزئی از تحریم های جدید آمریکا هستن. خب نمیدونم حالا این آهن و آلومینیوم چی. دوستان عزیز اجازه بدید من با آقای زمانیان سلامی کنم. آقای زمانیان، شنیدم آقای محمدعلی طاهری رو میخوان آزاد کنن. خب شما دوستان گفتید ایشون رو کشتن، تموم شد، دروغ میگه. حالا چیه بالاخره؟ کی راست میگه؟ وکیلش راست میگه؟ جمهوری اسلامی و آخوندها راست میگن؟ شماها راست میگید؟ عجب روزگاری شده. به هیچ کس، به حرف هیچ کس ما نمیتونیم اطمینان کنیم، چون اون بنده خدا هم که 100% مطمئنه که داره درست میگه، یه وقت میبینی خبری که فکر میکنه درسته اصلا از پایه و اساس خرابه و هیچ سندی نداره. A company sold fake aluminum to NSA. تو NSA نه، ناسا. به ناسا 19 سال آلومینیوم قلابی فروخته بودن. اونو تو برنامه قبلی گفتم. من به شوخی، حتما تو هم دیدی فرق وقتی رانندگی میکنی تو ترافیک وایسادی، آگهی ساختمونا اینه، نوشته که اگه اینجا زندگی میکردید الان خونه بودید، یا داشتید تیوی نگاه میکردید، یا داشتید توی جیم ورزش میکردید. حالا شما اینه، اگه برنامه های تلویزیون مردم رو نگاه کنی به جای این فیلم های ایرانی که چپ و راست برای من میفرستی، این خبرها رو یکی دو روز پیشتر زودتر میگیری. و اما
آهن آلومینیوم هم جزوی از ته اون چیزی که آقای سلیمانی میگه با این چیزی که شما میگید فرق میکنه. این چیز یه شرکتی آمده و قراردادی بسته و 19 سال به اینا آلومینیوم میداده برای موشک‌ها و اینا، اون قسمت سر موشک، اون قسمت اصلیش که وقتی میره باز میشه باید اون چیزا عمل کنه، اون مثل که دوام نمی آورده. هشدار لاوروف به طرفهای اروپایی برجام، شرایط بسیار پیچیده است. این همین لاوروف همین نیست که توی وایت هاوس با ترامپ میخندیدن که به به چه خوب کاری کرده ترامپ که این آقای کومی رو فرام به اصطلاح فایر کرد یا اخراج کرد، شکلش همونه، فکر کنم همونه. بله، میگه که پیچیده بودن شرایط از کشورهای اروپایی، ببخشید، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با هشدار نسبت به پیچیده بودن شرایط از کشورهای اروپایی خواست تا به تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای ایران عمل کنند. یعنی اما روسیه اومده پشت سر آخوندا. خیلی جالبه، این شاه بیچاره اینقدر از روسیه میترسید به جایی که باهاشون دوست باشه و اینها، خودش رو 100% در اختیار آمریکا گذاشت. آخرش هم میگن روسیه با خانم فرح پهلوی دیوا ایشون رو به زمین گرم کوبید و اینها. ولی آخوندا چون با آمریکا به اصطلاح رابطه ندارن، همش دوربر روسیه میپلکن و هر وقت اشکالی پیش میاد مثل که اون میاد کمکشون میکنه. میگه که همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت در صورتی که طرفهای برجام و به ویژه سه عضو اروپایی آن به تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای به شکل کامل عمل کنند، میتوان برجام را نجات داد. خب میگه آهن و آلومینیوم رو تحریم کردن که هر کس از ایران بخرد تحریم خواهد شد. مگه ایران تولید آلومینیوم و آهن یا صادراتش رو داشته؟ اگه داشته من خبر ندارم. و میگه که بقایی فرند آف احمدی نژاد دید این پریزن. بقایی، آره، دو سه تا از دوستان احمدی نژاد این رژیم حکومت جدید گرفت و انداخت زندان. حالا ایشون نوشته، ولی اینجوری که نوشتی بقایی، من نمیدونم بقایی کیه. این مثل بچه ها هست که اینجا فارسی درست صحبت نمی کنن و وقتی هم میخوان تازه صحبت کنن میگه من مامان بزرگ را دوست دارم، اینجوری. خب بله، ایران صادرات آهن و آلومینیوم دارد. خب امیدواریم این صادراتشون مثل تولید پیکان نباشه که پیکان رو به مردم ایران میدادن 30,000 تومان، پیکان جوانان رو به عربستان سعودی میدادن 11,000 تومان و همش جنبه تبلیغ دروغین داشت. امیدواریم صادرات اینها هم اینجوری نبوده باشد. خب و اما ببینیم بی بی سی چی میگه. ما نفهمیدیم بالاخره اون نامه ای رو که آقای هادی خورسندی به آقای رضا پهلوی نوشته درسته یا نه. معمولا وقتی من یه نامه اینجوری نوشته میشه، برای که ببینم درسته، میرم روی فیسبوک طرف، روی وبسایت طرف. برای من جالب بود که حتی خود مانی خورسندی، داداش هادی خورسندی، نوشته بود من فکر نمی کنم این نامه رو هادی نوشته باشه. من نوشتم خب آقا ازشون سوال کنید که خیلی ساده است. حالا ما شماره تلفن ایشون گم کردیم، شما که گوشیت وردار و زنگ بزن. بقایی، بله آقای سلیمانی، ممنونم. منم فکر کردم بقایی، ولی این فرخ من یکم میخوام اذیتش کنم، جی اچ و اینها رو درست انجام نمیده. تصمیم تازه ایران درباره برجام چه معنایی دارد؟ میگه که ایران 2 ماه مهلت اعلام کرده و گفته با شروطی اجرای تعهدات خود را از سر میگیرد، با اجرای تعهدات دیگری یا اجرای تعهدات دیگری را کاهش میدهد. جمهوری اسلامی ایران تصمیم به کاهش تعهدات خود در توافق هسته‌ای موسوم به برجام گرفته است. از زمان اجرای شدن توافق برجام در 1208 روز پیش تا کنون
دوستان چشمتونو ببندید، به من بگید 1208 روز پیش کی بوده. خب این احمق چرا تاریخشو نمی‌نویسه؟ من نمیدونم، دیوانه شدم. بارها بهتون گفتم مثلا یه نفر میخواد بگه که اینقدر پول مینیسه، پول ها از اینجا تو کره ما، اینگه مثلا یه دم من و شما سوار هواپیما شدیم رفتیم کره ما، حالا دیگه میفهمیم اگه داریم میریم این پول ها بقل لستون از اینجا تو کره ما. یا وقتی میخوان چیکنن میگه اینجا مثلا اینقدر آب وایستده قد 3 تا زمین فوتبال. خب آقا یا متر بگو یا یارد بگو یا فوت بگو، ما اینو بهتر میفهمیم که حالا من برم ببینم 3 زمین فوتبال آمریکایی میگی، 3 زمین فوتبال ایرانی میگی، 3 زمین فوتبال استاندارد میگی، اصلی میگی. من نمیدونم اینا دارن دیوانه میشن، این نوشتار، این بیان کردن، انتقال اطلاعات که اینجوری درست نیست. بله 1208 روز پیش تا کنون این اولین بار است که ایران چنین تصمیمی گرفته است. ایران چه تصمیمی گرفته است؟ ایران اعلام کرده که دیگر به محدودیت ذخیره سازی اورانیوم و آب سنگین پایدار نیست. ایران میگوید 60 روز به طرفهای باقی مانده برجام مهلت داده تا زمینه خرید نفت ایران و حمل مشکلات مربوط به تبادلات مالی و بانکی را حل کند. خب ببینید، قدیما میگفتن شما اگه یه گربه ای را هم توی قفس بندازی این عصبانی میشه، بعد شما اگه در قفس باز کنی این قد عصبانیه که نمیتونه بیاد بیرون، اگه دست کنی بخوای نجاتش بدی به شما خنج و پنجور میندازه، چنگ میزنه، دندونت میگیره، گازت میگیره. اینا هم اینجوری شدن. و اما ما چند دو سه هفته پیش در اون 40مین سال انقلاب ایران گفتیم که فکر کنم من و تو بود، کی بود رفته بود با 40، بله سعید میپرسه منبع خبری مرگ بقایی کجاست، آقای مانی خورسندی هم مینوشته ننوشته، پس داداش شما اینو ننوشته، ولی مقاله خداییش حرف حساب میزنه، میگه آقای رضا پهلوی شما اگه اینقدر به آزادی های زمان پدرت افتخار میکنی و اینقدر به خانما الان دروغ میگی، میگی زن و مرد مساوی بودن، اگه زن و مرد مساوی بودن پدر شما که یه دختر داشت براش هیچ فرقی نباید داشته باشه، اونو میکرد ملکه، جایی که ملکه بود دنیا و یه چیز تازه‌ای نبود. و بله دیگه متاسفانه اینجوری شده، حتی میگم نوشته هارم که مینویسن و خجالت آوره که به اسم این و اون، یعنی طرف اینقدر به خودش افتخار نمیکنه، به خودش اطمینان نداره که از اسم فقط هم داداش شما نیست، فقط آقای هادی خورسندی نیست، سعدی، حافظ، نمیدونم گاندی، بگو هر کسی، مارتین لوتر کینگ، فردوسی، کوروش کبیر. کوروش کبیر گفت بنزین سوپر بهتر است بنزین معمولی است. بعد سه چهار بار میچرخه، اصلا طرف فکر نمیکنه که آقا اصلا زمان کوروش بنزین نبوده. البته خب چون یه جایی اومدن قبلش گفتن بنزین و نفت رو هم ما اختراع کردیم 5000 سال پیش آوردیم بیرون، طرف قبول میکنه. راجع به اینکه گفتم یه فیلمی هست Game of Thrones، به اصطلاح بازی تخت و شاه و فلان، تخت و تاج و اینا، من نگاه نمیکنم. این گویا اشتباه کرده بودن توی فیلم وقتی داشتن میساختن لیوان قهوه استارباک روی میز بوده، حالا این فیلم قراره یه زمانی باشه که دایناسورها بودن و پرنده ها و اینها، از این اشکالات تو فیلم برداری ها پیش میاد. یه فیلم جنگی من میدیدم نشونم میداد وقتی شمشیر بازی میکنن طرف میفته زمین، ساعت رو دستشه. یه فیلم دیگه فکر کنم یا اسپارتاکوس بود یا اون فیلم تروی که وقتی نشون میدادن مثلا لشکرکشی میکردن، اون ته آسمون هواپیما از این هواپیمای جت هست که وقتی پرواز میکنن اون پشتشون چون چیزی که میاد بیرون سفید میشه، اون بود. در صورت اینا هم هست. منبع خبری مرگ بقایی کجاست؟ حالا اگه دوستان بتونن میفرستن. بله ما آمدیم و گفتیم که این هر یا مجله بود یا نشریه بود یا رسانه بود مصاحبه کرده بود با 40 نفر افراد مهم. بعد من گفتم آقا دیگه تو سرنوشت ایران آقای منش امیر فرد مهم و سرنوشت سازی نیست، یه گوینده رادیو تلویزیونه و
حالا تحلیلگرم شده، حالا تحلیلگرای ما هم که قربونش برم از پشکل تا بمب اتم رو برای شما تحلیل میکنن. بذارید بریم خلیج فارس، بعد از خلیج فارس شما رو ببرم اسرائیل که ببینی این آقای مناشه امیر که اسم اصلیش فکر کنم منوچهر صابونچی هست یا همچین چیزی، چجوری مناشه امیر شد و چرا حتی تو دوره شاه هم اینا فکر ساختن هتل، فکر ساختن ساختمون بودن و همه به اون شغلی که داشتن قناعت نمی کردن، کفایت نمی کردن و می رفتن دنبال پولهای بیشتر، پولهای باد آورده. ممنونم از دوستی که اینو برای ما فرستاده و روی وبسایتشون هم وقتی من رسیدم بهتون نشون میدم. و اما اجازه بدین من اول این عکس ها رو یه دونش رو بذارم اینجا ببینم این عکس با سیستم ما کار میکنه. بله، بعد یکی یکی بریم و این گفتار عقل بشر رو که در دو قسمت هست با هم بشنویم. ممنون از دوستمون از خلیج فارس که زحمت میکشن، ساعات زیادی رو به اصطلاح صرف میکنن. این کلمه صرف و تلف کردن و اینها رو باید درست استفاده کنیم. وقتی شما یه چیز تلف میکنی یعنی بیهوده بوده، وقتی صرف میکنی یعنی یه وقتی صرف کردی یه چیزی رو به دست آوردی، مشه هوده. در صورت ممنونم از ایشون. گفتار عقل بشر قسمت 100 یعنی برنامه 100 و اینم من اولین عکس رو اینجا بهتون نشون میدم. یا میخواین با عکس شما هم میتوانید با تلفن ما تماس بگیرید شروع کنیم، اگه بتونم اینجا پیداش کنم. بله پیدا شد، پلیر 3 صدای مردم از تلویزیون مردم، ایشون هم مردم هستن. ببینیم و بشنویم. با سلام به شما وفاداران به تلویزیون مردم، پربارترین امیدها و آرزوها را با گفتاری دیگر از عقل بشر خدمتتان می تقدیم. در گفتاری از زبان فارسی و دعوت به بهتر نمودنش سخن گفتم، در گفتار امروز به نوشتن زبان فارسی می پردازم به این امید که اطلاعاتی نو برایتان ارمغان داشته و بدانیم چگونه نوشتن به ما ارث رسیده و از خود چه ابتکاری نشان داده ایم. جناب آقای سوربی لطفاً عکس شماره 1 را بنمایشید. ابتکار نخستین نوشتن در منطقه ما به سومری ها نسبت داده شده. آنان در جنوب عراق میزیستند. در 5000 سال پیش با نقاشی های ساده مسائل خود را بر روی گل کشیده خشک و ثبت میکردند. در سمت چپ عکس برخی از این نقاشی ها را میبینید که با گذشت زمان و با پیشرفت نگارش از شکل نقاشی به رمز یعنی شکل میخ در سوی سمت راست و یا میخ ها تغییر یافتند. عکس شماره 2 لطفا. در این عکس به نقاشی و نوشتن مرد و زن و کنیز بنگاهید. طرز تلفظ این نام ها در هر سطر کنار هر عکس نوشته شده. ملاحظه فرمایید، کوه را کور می‌خواندن، سر را سگ و نان را نیندا. نامیدن چیز و یا فعل به شکلی که ما مورد استفاده قرار داده ایم در وقتی و از جایی به ما رسیده. هرگز فکر نکرده ایم چرا چنین می‌گوییم و از که و کجا ارث برده ایم. در برابر این نکنجکاوی به سادگی از دیگر تلفظ کلمه ها انتقاد و مسخره می کنید. عکس شماره 3 لطفا. در این عکس شما از جایی که در بالا با رنگ سرخ اشاره شده حروف شکل گرفته در زبانهای گوناگون را می بینید. سمت راست حروف به شکل مدرن نشان داده شده اند. این تغییر بیش از 3000 سال پس از نقاشی حروف به این شکل به ما رسیده. عکس شماره 4 لطفا. این همون عکس قبلی است که به نام حروف اشاره شده. در سمت چپ تلفظ قدیمی و به ما رسیده نوشتیده. این نام ها در نتیجه اختلاط فرنگ ها طی هزاران سال به این شکل در آمده. آقای سوربی در گفتاری پرسیدن چرا ما حروف را ابته نمی خوانیم، آن را الف و با و تا و سا و جیم و همینطور می تلفظی. این عکس نشان می دهد که این یک ارث فرهنگی انسانی است. اگر اروپایی ها
به خواندن یا تلفظ حروف تغییر داده اند، این یک ساده سازی است که در فرهنگ آنان پیدا، ایجاد و پذیرفته شده و ما هنوز ولکن گذشته نیستیم تا تغییری کاشته وانگاه به قبولی. عکس شماره 5 لطفا. عرب ها نوشتن حروف را از دیگران گرفتن. برای الف شکل بینی را اختیار کردند که در عربی انف خوانده می شود. برای عین که چشم است شکل چشم را کشیدند و آن را همانطور تلفظیدند. حرف عین به شکل مدرن بسیار شبیه چشم است، یعنی هر حرفی را که آواز نام چیزی در بدن انسان است به آن شکل نقاشی و حرف نامیدند. حرفهای دیگر را به شکل چیزهایی که نزدیک به انسان و در سخن مورد استفاده است نقاشی و حرف ساختند. با همان تلفظ اصلیش در زبان عربی باقی ماند و به ما رسید. عکس شماره 6 تا 9 لطفا. ایرانیان تقریبا در سال 550 قبل از میلاد با تقلید از ملت‌های همجوار شروع به نوشتن کردند. در آغاز حروفشان از میخی و نقاشی شکل می‌گرفت، بعدها کاملا میخی شد. با گذشت زمان حرف‌های میخی خود را ساختند. 36 حرف داشتند. تلفظ حرف‌ها به چند شکل بود. در زیر هر حرف تلفظ گوناگونی با حروف لاتین در این عکسی که می‌بینید نوشته شده. در آغاز شکل حرف‌ها و خواندنش در هر جایی به شکلی بود. علتش دوری و عدم آسانی تماس و آغاز فرهنگ نوشتن است. از این رو معنی صحیح متن آثار یا فیاکش شده تا کنون کامل نیست. شناخت حروف و تشخیص معنی نوشته‌های یافته شده در آثار ایران را در نیمه قرن 19 هم خارجیان انجام دادند. با کشف بیشتر و پژوهش معنی کلمه‌های بیشتری به دست می‌آید. خارجیان در چند دهه کشفیدند و ما طی قرن‌ها کاری نکرد. پس از شنیدن و دانستن افتخار آمیز و افتخار ادعا ما اینطور شد. متن نوشته‌های باستانی با وصفی مبالغه آمیز پادشاه را بزرگ می‌کند. متن‌های میخی آنان را بزرگ، شاه شاهان، قبله عالم می‌نامند. بزرگ ساختن سرور آن عادت ارث رسیده و تا حال گریبانگیرمان است. در عکس هشتم یک نوشته را می‌بینید که قبل از کاملا میخی شدن حروف است. بر این نوشته حساب انبار شاه ثبت شده. در عکس بعدی نام داریوش را نوشتن. در عکس پس از آن تاریخ زندگی داریوش را حک کردن. حتما متوجه شدید که این حروف و در ذهن بیاد داشتنش دشوار است. این دشواری سبب روی آوردن فارسیان به حروف عربی شده. عکس شماره 10 لطفا. در سال هفتم هجری حضرت محمد 15 نامه برای حکمرانان آن دوران که در اطراف بر سر کار بودند فرستادند. نامه ها هر مخاطبی را به شکلی به مسلمان شدن دعوت می نمود. نامه ها شبیه همین عکس و در زیرش مهر محمد رسول الله زده شده بود. حضرت محمد به یکی از اصحاب خود به نام عبدالله بن حذافه السهمی القریشی مأموریت داد نامه اش را برای خسرو پرویز پادشاه ایران ببرد. خسرو پرویز شاه ایران پس از انوشیروان به سلطنت رسیده و 32 سال پیش از هجرت پیامبر بر تخت سلطنت نشسته بود. سفیر پیامبر وارد دربار شد و خسرو پرویز دستور داد نامه را از او بگیرند، ولی سفیر گفت باید نامه را شخصا به شاه بدهند. متن نامه حضرت محمد این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد فرستاده خدا به کسرا بزرگ ایران، درود بر کسی که حقیقت را بجوید و هدایت را پیرو باشد و به خداوند و رسولش ایمان آورد و گواهی دهد که جز الله پرستشگری نیست و شریک ندارد و یگانه می باشد و گواهی دهد که محمد بنده و فرستاده اوست تا تو را به سوی خدا می خوانم. فرستاده خدا برای همگان هستم تا همه را اختار داده و حجت را بر کافران تمام کنم. اسلام بیاور تا در امان باشی و اگر از اسلام روی گردانی گناه مردم مجوس برگردن توست. مقصود از مجوس در این نامه دین پست و اشتباه آینه.
عموم ایرانیان است که گناهش را بر شاه می شمردند. هنوز مترجم از خواندن نامه فارغ نشده بود که شاه ساسانی سخت برآشفت و نامه را از مترجم گرفت و پاره کرد و فریاد کشید. از این رو ما این نامه را نداشتیم که نشون تو بدیم. این مرد را ببین که نام خود را پیش از نام من نوشته. دستور داد فوراً عبدالله را از قصر بیرون کنند. عبدالله بر چهار پا سوار راه مدینه را پیش گرفت و ماجرا را برای پیامبر تعریف کرد. پیامبر از بی احترامی پادشاه ایران سخت ناراحت گردید. آثار خشم در چهرهش پدیدار شد و او را این گونه نفرین کرد: اللهم فرق ملکه، خدایا سرزمینش را پراکنده کن. ساسانیان بر بخش بزرگی از سرزمین عرب‌ها مسلط و با حروف زبانشان آشنا بودند، اما مورد استفادهش قرار نمی‌دادند. وقتی عرب‌ها بر ایران مسلط شدند، تعداد کمی که خواندن و نوشتن حروف میخی را می‌دانستند درگذشتند و پس از گذشت 200 سال حروف پیشین فراموش و حروف عربی پایه نوشتن شد. به علت ساده‌تر بودن حروف عربی و تعداد کمش که در آن زمان 20 حرف بود و نقطه نداشت و بعدها 28 حرف شد و با اضافه شدن 4 حروف فارسی به 32 عدد رسید، ایرانیان حروف گذشته را فراموشیده و به عربی و با حروف عربی نوشتن آغازیدند. شما حروف عربی را می دانید اما این نامه را نمی توانید بخوانید. مانند عربهای امروز ناراحت نباشید، با گذشت زمان حروف ساده تر و زیباتر نوشته شدند. ملت های مسلمان شده ابتکارهای خود را به خط عربی افزودند. این خط و نوشتنش یک هنر یگانه و بدون رقیب شد. عکس 11 تا 14 لطفا. فارسیان در شکل دادن به حروف عربی و زیبا نوشتنش بسیار فعال و تأثیرگذار بودند. متاسفانه از این شخصیت ها در تاریخ به ما چیزی نیاموخته‌اند. شناخت زشتکاری ها و جنایت های پادشاهان و کشت و کشتارشان به عنوان جهانگشایی مهمتر از شناخت سازندگان و هنرمندان است. خوشبختانه در ایران برای خوشنویسان انجمنی ساختن. شاید ملت از این سازندگان جاوید هنر قدردانی کنند. در عکس میبینید که چگونه افرادی در کنار خوشنویسان ایستاده و به دستان آنان و کار زیبای چکیده از انگشتانشان خیره شده اند. اما شیون نمی کشند، بالا و پایینم نمی پرند. باستابی را که برای دیدن هنرمندان تفریحی توسط تبلیغات و تقلید از دیگران در بیشعوری انسان ساختند، از این تماشاگران منعکس نمی شود. این انجمن بررسی‌های تاریخی کرده و گمنامان خوشنویس ایران را یافته و برای ثبت نامشان کوشاست. آفرین بر این هنرمندان ایرانی که متاسفانه عموم به شناخت هنر و فعالیتشان بی‌علاقه هستند. دنبال هنرمندان تفریحی رفتن و شیون کشیدن هنگام دیدنشان یا شنیدن و یا علاقه و یا ارتباطی با آنها یک عادت تزریق شده بیشعوری است که تبلیغات و تقلید موجبش گشته. نگهداری از آثار گذشته در عقل ما نبود، آن را از غرب کافر آموختیم. اگر یکی از پادشاهان ما از هنرهای جاویدان و سازندگانش قدردانی میکرد، ملت تغییر روش میداد و قدرت تشخیص و قدردانی میاد. یک روز با دوستان در میدان شاه اصفهان قدم میزدیم در برابر در مسجد شاه. برای نیمکت 4 زن و مرد خارجی نشسته و در خاموشی کامل به مسجد مینگریدن. از همراهان پرسیدم میدانید این توریست ها در چه حالند؟ جوابشان منفی بود. گفتم اینان از صمیم احساس و هنری مشغول دیدن و شنیدن یک سمفونی زیبا هستند که همه وجودشان را گرفته و در آسمان پروازشان میدهند. آری، همه چیز ما را خارجیان میباید کشف و قدر نهند، سپس ما شناخته و به دارا بودنش پوز دهیم. در مسجد سلیمان از هزاران سال پیش نفت داشتیم. کرکوک و مناطقی در جنوب عراق نفت بر روی زمین جاری بود. هیچ کدام از حکمرانان به اندیشه استفاده از آن نیفتادند. ساخت سلاح و حمله و چپاول و کشتن برایشان مهم بود. آن همه سخن گفتن از خدایی که همیشه با او در تماس هستند و نگهبان و هدایت کنندشان می باشد سببی نبوده و نشده تا به مغزشان وحی و یا الهام شود که به سوی دانش گام برداشته و به استفاده از ثروت زیر زمین روی آورند.
اگر خدایشان میخواست حتما رهنمودشان میکرد، پس حتما نمیخواسته و میبایست کافر زندیق این کشف استفاده از آن را بیابد. آنگاه رهبرانمان درآمدش را برای خودنمایی و آسایش خود و تظاهر به عظمت به کار گیرند، ما را نعمت خدایشان بنامند. موبد و سرلشکر کنار شخص اول یعنی نیروهای مسلط بر عقل و جان مردم اوضاع را میگردانند، اجازه کشف و پژوهش و فعالیت عقلی را نمیدهند. خدایی که در همه احوال نگهدار و پشتیبانشان است، اگر صلاح میدانست خودش یعنی خدا کشف و هدایت و استخراج میکرد. نمیدانند آنچه غربی ها را برتر نموده پیروی از دانش و استفاده از دیگر اندیشان است، وسیله و راهی که همواره در میان ما حرام بوده. شاه و ملا در این در ایست دادن به عقل‌ها یکسانند. گلوار سوی ساختمانی سنگی می رویم تا کورش در خواب را لالایی دهیم. یک غربی بدون دلیل آن را آرامگاهش خواند. کورش بی سواد به جای تهیه وسایل رفاه پیشرفت ملت، ساخت سلاح و کشتن مردم خیش و مردم دیگر را موجب شد و جاوید گشت. کسانی از خودمان پس از پژوهش و با دلیل شرحیدند که جسد کوروش در آنجا نیست. این آرامگاه کوروش نمی باشد. این ساختمان به سبک یونانی ساخته شده و هنگام حکمرانی یونانیان انبار ثروت بوده. کسی به دانشمندان ما نمی گوشد. باید غربی و کافر باشد که باورش کرده و حرفش را سند قرار دهیم، گویی که خدا فقط به آنان عقل برتر داده. پس از مهاجرت به سرزمین کافران ناگهان عقلمان باز شده و دانشمند می شهید. در میهن گریخته از آن افتخار ملی می گردیم. بدبختی های ما از وابستگی به گذشته نامحدود و پیپایان است. مسائل ناراحت کننده را کنار گذاریم و باز گردیم به خط زیبای عربی و خوشنویسیش. عکس 15 لطفا. خوشنویسان ایران اغلب به سبک نستعلیق و سلس می نویسند. مهمترین خوشنویس یک عراقی به نام هاشم محمد البغدادی بود، در سال 1921 متولد و در سال 1973 درگذشت. البغدادی کتاب اصول خط نوشت. خوشنویسان حروف عربی در منطقه ما و دنیای مسلمانان به آن مراجعه و از آن می آموزند. عکس شماره 16 تا 26 لطفاً. در این کتاب اصول خط آقای بغدادی حرفهای همه سبکهای خط منطقه را تک تک تشریح و حجم هر حرفی را بنابر ضخامت نوک قلم مشخص کرده. شناخت حروف عربی با این محدودیت برای دانش آموزان است. پس از فراگیری هر خوشنویسی ابتکار خود را ابراز و اضافه می کند. سبکهای خط هر کدام نام و تاریخی دارند که نتیجه فعالیت خوشنویسان زمان خیش و بهتر شدنش در گذشته زمان است. خط هدف و معیاری ویژه خود ساخته. مثلا قرآن به شکل کتاب و بر روی دیوار و کاشی عبادتگاه ها به سبک خط سلس و یا کوفی نوشته می شود. خط معمولی عربی رقعه نام دارد و آن را با طرزی به زیبا شکل در آورده اند. سبک خطهای دیگر عبارتند از خط نسق که همان خط سلس به شکلی ساده تر است. خط نستعلیق و یا فارسی، خط دیوانی که شبیه نستعلیق می باشد و حروفش آزادی و اضافه های بیشتر دارد. خط دیوانی الجلی که اضافه هایش بیشتر می باشند. خط کوفی سبکی دیگر است. با هر یک از سبکهای نوشتن حروف عربی میتوان به شکلی نوشت و از آن نقش و نگار ساخت که ممکن است هندسی و یا حیوان و یا نبات باشد. پیکاسو نقاش معروف اسپانیا گفت هر نقش و شکلی را که خواستم طرح کنم قبل از من خوشنویسان عرب طرح و کشیده بودند. عکس شماره 27 تا 31 لطفا. این سبک خط نامش کوفی است. قبل از تأسیس کوفه برای ساده نوشتن خط عربی در آن حومه معمول بود.
وقتی فارسی های مسلمان شده به کشور بین النهرین رفته و شهرهای بصره و کوفه را طرح و ساختند، برای نقش و نگار مسجد این خط را شکل داده و به شکلی در آوردن که می شود از خشت و قاجر از آن متن عربی نوشت. با گذشت زمان اصول و معیار مخصوص به خود را یافت. سبک این خط با تزیین های هندسی به سادگی مخلوط شده و نقش و زینت و نگار به خط می دهد. شایان ذکر است به علت حرام بودن نقاشی موجود زنده در اسلام، فارسیان در تأسیس نقش با خطوط به شکل هندسی و زیبا نمودن خط کوفی نقش بسیار بزرگی ادا کردند. عکس شماره 32 تا 36 بید لطفا. با خط دیوانی الجلی می توان متن را نقاشی کرد. این خط و پیشرفتش ابتکار ترکاست. در این سبک چنان پیش رفتند که از حروف شکلی ساختند که طغرا نام دارد. برای ساده تلفظ کردن آن اسمش را طره نامیدند. این شکل را سلطانهای عثمانی انتخاب کرده و هر کدام برای خود مهری ساختند که نامشان به این شکل، یعنی طغرا و یا طره، بر اون نقاشی می شد. عکس شماره 36 لطفاً. در شرح خوشنویسی نام از هاشم البغدادی آوردم. علت این است که او نابغه خط عربی نامیده شده. رسم چنین است که استاد خوشنویس به شاگرد با هنرش میتواند لقب استاد خوشنویس بدهد. این خوشنویس عراقی از بیش از یک استاد لقب گرفته. تنها خوشنویسی است که همه سبکای خط عربی منطقه را به زیبایی کامل و بی‌نظیر نوشته. هنر نوشتن همه نوع خط را دیگر خوشنویسان ندارند. در این عکس او را در کنار تابلوی می‌بینید که در موزه بغداد نگهداری می‌شود. این تابلو همه خطها را به شکلی منظم در یک جا نشان می‌دهد. شیفتگان خوشنویسی در برابر آن ایستاده و یکایک حرف‌ها و تزیین‌های کنار هر سبک خط را می‌تماشایند. تا حال در خوشنویسی عربی رقیب و مانندی برای مرحوم بغدادی پیدا نشده. عکس شماره 37 لطفا. خوشنویس هاشم بغدادی دانش آموزان بسیار داشت. آنان خوشنویسان معروف و معاصر هستند. فقط به یکی از آنان گواهینامه استادی داد. این آقا که در کنار ایشان دیده می شود وارث البغدادی و استاد خط زمان ماست. ایشان دارای دو دکترای حقوق از دانشگاه‌های فرانسه هستند. اکنون در دانشگاه سوربن و پاریس حقوق تدریس می‌کنند. با این گواهینامه استادی آقای عبدالغنی فرزند عبدالعزیز الانی همه خطها را خوش می‌نویسد. علی‌رغم بی‌نظیریش و نوشتن تابلوهای بسیار زیبا در دوران ما، در خطهای نستعلیق و دیوانی و دیوانی جلی به سطح استادش نرسیده. از این جهت استاد هاشم البغدادی تا کنون بی نظیر مانده. آقای عبدالغنی الانی به کسی اجازه استادی نداده و ایشان آخرین صاحب مدرک در خط عربی می باشند. سبک خط عربی در شمال آفریقا و پاکستان و شرق آسیا تفاوتهایی دارد که بیشتر مورد پسند خودشان است. عکس شماره 38 لطفا. خط عربی امکانهای هنری بسیار دارد که در عکسهای نشان داده شده به آن آشنا گشتید. میتوان خط عربی را برای تزیین هر چیز مورد استفاده قرار داد. در این عکس شما یک میز غذاخوری میبینید که سطح کاشی یا سرامیک آن با خط و نقاشی پوشیده شده. بر کاشی لعابدار نقاشی به سادگی کاغذ نیست. در اینجاست که میباید آن دستان را فشار داد که کاشی ها را از قدیم و تا کنون در ایران نقاشی کرده و آثار باستانی به جا نهاده اند. هنرمندان گمنامی که به شهرها و ساختمانهای ما زیبایی و امتیازی دادند. در پشت بازار اصفهان یک کارگر ساده را دیدم که مشغول نوشتن بر روی کاشی بود. گفتم شما خیلی هنرمندید، اجازه می دهید دستتان را ببوسم؟ نگاهی به من کرد و گفت شما هنرمند شناس نیستید. من چیزی نیستم. دو کوچه اون طرفتر استادان خط من کار می کنند.
میتونی بری اونجا سر و دست آنان را ببوسی. همه تزیین‌های هندسی اسلامی و همه واحدهای تزیین‌های گیاهی بر روی این میز نقاشی شده و با اختلاط با خط به سبک‌های گوناگون نقش مخصوصی را ارائه می‌دهد. عکس 39 تا 41 لطفاً. این نوشته یک بیت از شاعر شیرازی شیخ مصلح الدین سعدی در متن حضرت محمد با سبک خط کوفی است. در عکس 40 یک عبارت را به شکل طغرا می‌بینید و در عکس 41 نخستین بیت دیوان حافظ شیرازی نوشته شده: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. مصرع اول عربی بیت به خط ثلث و مصرع دوم که فارسی است به خط نستعلیق نوشته شده. دو سبک خط انعکاس کننده نظم بیت است و با آمیزش دو سبک شکل به خصوص نقش بسته که مساحتی از میز را پر کرده. عکس شماره 42 لطفا. این عکس متن یک نیایش به زبان عربی به سبک مدرن بر شیشه با زمینه از گلهای رنگارنگ نقاشی شده. در عکس 43 و 44 استفاده از حروف عربی را می‌بینید که بر در چوبی به شکلی مدرن کنده شده. دسته در در ادامه استفاده از حروف‌های عربی هم شکل سبک نقش را در نقش در را کامل می‌کند. در این گفتار نوشتن زبانمان و حروف و زیباییش را برایتان به طور ساده و خلاصه شرحیدم و شما را به فرهنگمان بیشتر آشنا ساختم. امیدوارم بودن با ما دقیقه های خوشی برایتان داشته و اوقات آیندهتان خوشتر باشد. آرزومندم همیشه شاد و تندرست باشید. بسیار ممنون از این دوستمون. دوستان نظر شما درباره خط چی هست؟ من خودم حقیقتش خیلی طرفدار این خطها نیستم و میگم اگه نقاشی خوب نقاشی کنید، اگه خط رو بنویسید تو ما بتونیم بخونیم. اینکه نقطه اینو زیر اون میذارن، نقطه بالای اونو تو دل اون میذارن. اتفاقا چند روز پیش یه جایی بودم، یه نوشته ای رو نوشته بودن. خب نگاه اول میگی خب این تابلو قشنگیه، بعد میگی که خب حالا این چی نوشته؟ و وقتی که همه نمیتونن اینو بخونن، به نظر من یه مقدار ارزش اون کار از دست میره و پایین میاد. وقتی که صحبت از وقت گذاشتن و وقت تلف کردن و وقت صرف کردن و اینها شد، آقای فرخ نوشته وقت گذاشتن. بله منم شنیدم که یا دیدم که می‌نویسن که وقت گذاشتیم این کار رو انجام دادیم، یا ممنون از شما که وقت گذاشتید این کار رو انجام دادید، ولی فکر کنم همون وقت صرف کردن و اینها بهتر باشه. در صورت هیچ عیبی نداره تا اونجایی که منظورمون رو بتونیم با هم برسونیم و این توی منظور زور نباشه، فقط فهم به اصطلاح فهم و درک مطالب باشه. یادتونه comprehension میگفتن توی آقای افلاطونی، یادش بخیر، معلم زبان ما بود کلاس نهم دهم آقای افلاطونی، بیشتر اوقاتم بس بود حتی روزها. و اما ببینیم که ممنونم از سعید که این خبر مرگ بقایی رو هم پیدا کرد هم برای ما گذاشت. این ذات معلمی اینه، کسانی که معلم هستن وقتی یه چیزی رو نمیدونن میپرسن از دیگران، وقتی که پیداش کردن یاد گرفتن به دیگران هم منتقل میکنن، یاد اونها هم میدن. بذارید من این صفحه رو بهتون نشون بدم، کامرای سر رو روشن کنم. بله، شایعه مرگ بقایی در زندان صحت دارد. شایعه فوت بقایی در زندان، مثل که یه وبسایتی هست به نام ساعت 24 میگه که وکیل مدافع حمید بقایی از وضعیت موکل خود ابراز بی اطلاعی کرد. مهران عبداللهپور در رابطه با آخرین وضعیت حمید بقایی گفت: متاسفانه من با ایشان دیداری نداشتم و اطلاعی هم از ایشان ندارم. وی در پاسخ به این سوال که آیا به کما رفتن حمید بقایی صحت دارد،
اظهار داشت، من تصور نمی کنم که چنین اتفاقی رخ داده باشد و مرگ بقایی صحت ندارد. ایلنا اخبار پیشین مربوط به بقایی گفته که متن حکم قطعی حمید بقایی منتشر شد. دادستانی تهران متن حکم قطعی حمید بقایی را منتشر کرد. به گزارش ایلنا در اجرای حکم مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ضلعان و با عنایت به دادنامه صادر از شعبه فلان، دادگاه کیفری دو شماره فلان، مورخ فلان، پایگاه اطلاع رسانی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، متن کامل دادنامه شماره فلان و تاریخ فلان و شعبه فلان و تجدید نظر استاد تهران در خصوص محکوم علیه حمید بقایی فرزند محمد را اعلام و منتشر می کند. حمید رضا بقایی کیست؟ حمید رضا بقایی متولد 17 فروردین 1348 در همدان، 48 حالا 98، این بیچاره 50 سال رو که تولد گرفت دیگه به 51 نرسید، چون الان اردیبهشت رسیم و این ماه قبل در 1348 در 50 سال پیش دنیا آمده. حالا ما هم بیان مثل اونا بگیم 50 ضرب در 365 بگیم در اینقدر هزار روز پیش دنیا آمد. بله، میگن که معاون اجرایی رئیس جمهور ایران در دولت دهم بود. به گزارش ساتین و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سال 1388 تا 1399 و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی بوده است. او دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس جغرافیای سیاسی می بود. بقایی در تاریخ 20 فروردین 1390 با حفظ سمت از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزیده شد. بقایی در بهمن ماه سال 95 کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اعلام کرد و جناح خود را در این عرصه مستقل خواند. سوابق اداری او احتمالاً حمید بقایی در سالهای پایانی جنگ ایران عراق در وزارت اطلاعات و در ستاد مدیریت مناطق بحران کار میکرده احتمالاً. خواهی داری سوابقشو میگی باید دقیقاً باشه، اگه دقیقاً نمیدونی نگو. در صورت مرد و رفت، گفت بقایی مرد قصه خلاص. از احمدی نژاد خبری نیست. بهتون قبل از گفتار عقل بشر برنامه 100 گفتم که به خاطر 40مین سال انقلاب ایران یکی از این رسانه ها فکر کنم بناتو با 40 نفر مصاحبه داشته، یکی از اونها آقای مناشه امیر بوده. بعد وقتی تو برنامه ما اینو گفتیم، این دوست ما آمد و گفت که یک وبسایتی هست بیوگرافی یا زندگی نامه ایرانیان و آدم های معروف و اینها رو چاپ میکنه و گفت که بیا این هم شما ببین و خودت قضاوت کن، من هم به شما نشون بدم و شما قضاوت کنید. آقای منوچهر ساچمچی، اگه من یه چیز دیگه گفتم ببخشید، و ببینیم چی شد که این تبدیل شد به مناشه امیر. من میدونستم که کلیمیا به منوچهر میگن مناشه، میگه مناشه امیر در استودیوی بخش فارسی رادیو اسرائیل. و اما مناشه امیر به عبری هم اسمش اینجوری می‌نویسن، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی مقیم اورشلیم است. وی سردبیری بخش فارسی وبگاه وزارت امور خارجه اسرائیل را به عهده دارد. زندگی نامه او مناشه امیر با نام واقعی منوچهر ساچمچی در سال 1319 شمسی، یعنی الان 80 سالشه، در خانواده یهودی در تهران متولد شد. خاندان وی از یهودیان همدان بودند و پدر بزرگش از راه ساچمه سازی ارتزاق میکرد. خب اینا پس یه رابطه هم با ما دارن، ما هم از راه ساچمه سازی و سرب و اینا، فامیلمون سربی شد، اینها ساچمه چی شدن. ساچمه برای اون تفنگای دمپور استفاده میشد که به اصطلاح یه وقتی شلیک میشد یه هزار تای ساچمه میمد، برای این پرنده های کوچولو اینا استفاده میشد، ولی فشنگا و تیرای دیگه برای
حیوانات بزرگتر استفاده میشه. میگه که پدر وی یعقوب ساچمچی نیز در همدان متولد شده و بعداً به تهران آمد و در اطراف چهارراه سیروس ساکن شد. وی ابتدا به استخدام ژاندارمری در آمد و سپس افسر ارتش ایران در رژیم پهلوی شد. پدر منشه در ایام بازنشستگی به یعقوب نزولخور معروف شده بود. تو شیراز هم این کلمی ها بودن، تعداد زیادشون که نزول میدادن و میدونید که یهودی ها به خودشون اگه پول قرض میدن سود یا نزول نمیگیرن، چون باور دارن که هم حرامه هم قوم یهود رو ضعیف میکنه، ولی به همین دلیل از دیگران میگیرن که اونها رو ضعیف کنن. ولی از طرفی فکر کنید اگه اینها نبودن، مثلا داداش من که تو پتروشیمی کار میکرد یه آقای کلیمی بهش وام داد، متاسفانه اینقدر سیستم بانکی ایران افتضاح بود که به برادر شاه اون همه پول وام میداد، ولی به من معلم، به داداش من که کارمند شرکت نفت بود، وام نمیداد برای یه ماشین خریدن و ما باید میرفتیم از این و اون پول قرض میگرفتیم. من باید از تعاونی مدرسه یا هنرستان پول قرض میگرفتم، داداش من باید از کلیمی بازار پول قرض میگرفت و این یکی از دلایل این بود که شاه به اصطلاح نتونسته بود مملکت رو جمع کنه و نگه داره. و من بهتون بارها گفتم وقتی که میخواستن، وقتی استخدام شده دیم، گفتم خب برای شما برای حساب بانکی بیار، حقوق تو بریزیم به حسابه. رفتیم بانک صادرات گفتیم که خب یه حساب میخوان، گفت شما چیکاره هستی؟ گفتیم دبیر هنرستانیم. گفت شما باید بری یه کاسب بیاری تا کاسب محل ضامنت بشه. گفتم آقا من نمیخوام وام بگیرم، میخوام پولمو بریزن تو حساب دست شما باشه من بیام بگیرم. گفت بله میدونم. که ما رفتیم آقای قاسم سوربی رو که یخچال سازی داشت توی سیمتری سینما سعدی بردیم و ضامن ما شد. اوضاع خراب بود دوستان، بهشت برین نبود، اگر بود این چنین نمیشد. و اما منوچهر ساچمچی هم منشه امیر خودمون 7 سال پس از مهاجرت به اسرائیل نام و نام خانوادگی خود را پس از تولد اولین فرزندش اموی روی از منوچهر ساچمچی به منشه امیر تغییر داد. علت این تغییر نام از فارسی به یهودی به گفته خودش سخت نوشته شدن نام قبلی به عبری و همچنین تلفظ آن توسط دیگران بوده است. منوچهر امیر یا نام واقعی منوچهر ساچمچی کار روزنامه نگاری را از سن 17 سالگی در روزنامه کهران تهران آغاز کرد و به مدت 3 سال در آن روزنامه به سردبیری مصطفی مصباح‌زاده همکاری داشت و به مدت 3 سال در آن روزنامه به سردبیری دوباره نوشته. بله، او که به زبان فرانسه تسلط داشت از آغاز کار ترجمه خبرهای مهم را از فرانسه بر عهده داشت. او پس از آن برای تحصیل در رشته علوم سیاسی راهی اسرائیل شد. فعالیت اقتصادی منوچهر ساچمچی در نخستین سال نخست وزیری امیرعباس عبیدا 1344 اقدام به تأسیس یک شرکت به نام زرساز، چه اسم خوبی هم، زرساز، طلاساز، و در کارهای مقاطع کاری، حالا شما من بگو، سردبیر مجله روزنامه، بعد تحصیل در رشته علوم سیاسی، یه دفعه میای میری شرکت به اصطلاح مقاطع کاری. و میگه که در کارهای مقاطع کاری شرکت نفت در حوزه فروش و انتقال نفت به اسرائیل به فعالیت پرداخت و از این راه گذر به سود قابل ملاحظه‌ای دست یافت. منوچهر ساچمچی در کنار شرکت زرساز شرکت دیگری به نام خیرالاسرائیل یا حبرالاسرائیل تأسیس نمود که در حقیقت پایگاهی برای جلب سرمایه‌داران یهودی ایزان به اسرائیل بود. او از ابتدای تأسیس این شرکت روزنامه اقتصادی اینوستر انتشار داد. ساچمچی در این نشریه به مزایای سرمایه‌گذاری در اسرائیل
نظیر ریسک کم و ارزش افزوده و سود چشمگیر اشاره نمود و نمونه هایی از سرمایه گذاران یهودی ایرانی را که در اسرائیل به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند معرفی می نمود و آن را به صورت مرتب برای یهودیان سرمایه‌دار و بازرگانان کلیمی ارسال می داشت. و پس از مدتی کوتاه دعوتنامه‌ای برای آن دسته یا این دسته از یهودیان ارسال کرد و از آنان دعوت نمود تا در کار خرید سهام شرکت، حالا اینجا میگن هبرال اسرائیل، خیرال اسرائیل، نمیدونم، مشاکرت کنن. ساچمچی در این دعوتنامه یادآوری کرده بود که شرکت هبرال اسرائیل به عنوان نه مالک شرکت کشتیداری زبک و بالایشگاه نفتی حیفا سالانه چندین میلیارد سود خالص خواهد داشت. همش سود، همش شغلایی که به این و اون میرسید و وقتی به یه شغلی میرسیدن اکتفا نمی کردن، می رفتن دنبال کارهای بیشتر، پولای بیشتر. اجازه بدید من همه این رو براتون نخونم و تیتر این رو توی برنامه براتون بذارم روی فیسبوک و اونهایی هم که از یوتیوب یا مردم تیوی دات کام این برنامه رو میبینن میتونید بعدن به اصطلاح خودتون این بنویسید زندگی نامه مناشه امیر یا منوچهر ساچمچی. دوستان عزیز اجازه بدین چون ما امروز قرار بود فقط یک ساعت و نیم با شما باشیم و نیم ساعت یا 40 دقیقه با آقای فرزاد نیساری باشیم و ایشون براش کاری پیش آمده، در یک جلسه شرکت داره، همینجا از شما خداحافظی کنیم و یا باشیم 5 دقیقه دیگه هم باشیم، 2-3 تا یا ویدیو بهتون نشون بدیم یا خبرها رو بخونیم. و دلمون نمیاد گفت آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. درست خوندم شعره رو؟ بله. اینم از این. و اینجا هم هوا این خیلی جالبه، میگه بیش از 100 تا مرغ توی میامی توی دیت فارم دزدیده شد. اینم از آمریکا. میدونید مرغ دز و آفتاب دز و اینها دیگه وقتی میخواستن یک کسی رو خیلی ذلیل بگن یا نشون بدن میگفتن بابا این طرف که آفتاب دزه، یا این طرف که بابا ولمون کن این یه مرغ دزه. حالا مردم آمریکا چرا مرغ دزی میکنن من نمیدونم. میگه 100 تا مرغ رو دزیدن و فقط 4 تا رو باقی گذاشتن. این رو صاحبش گفته May 7 دیروز و میگه که میامی دیت کانتی فلوریدا فیلمم اونجا گرفتن از این دزدی و اینها. پاپایا فروتس بستند، میگه اد هی فروت. بله بعضی وقتا میبینی رقیبانشون این میان مثلا این مرغای اینو میدوزن که این بیچاره نتونه بیزینس کنه یا تجارت خودشو یا کسب و کار خودشو ادامه بده و از بازار کار بیرون بره. این هم از این. و دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه هایی رو که دوست دارید از دیگران هست نشون بدید، پخش کنید، چه به صورت صدا، چه به صورت مقاله، چه به صورت ویدیو. و شما هم میتونید از تلویزیون مردم حمایت کنید. اجازه بدید از احمد عزیز، حالا که اسم فلوریدا شد، از فلوریدا تشکر کنم که ایشون ماه تا ماه $30 کمک میکنن و من از ایشون ممنونم که ما میتونیم رو $30 ایشون، رو $50 اون دوستمون، رو $100 دوست دیگه حساب کنیم و یه سری مخارج رو به جای اینکه همه هزینه‌ها رو از جیب خودمون بدیم حداقل این روی دوش اونها باشه. من خیلی ممنون و متشکرم. میگه که بله این دوستمون نوشته آقای سوربی، خانم زنوسی برای من عکس ها رو اشتباهن فرستادن. دوستان خیلی مواظب باشید، من دو تا دوست دارم اینجا که الان یکیش مدت هاست ازدواج کرد، دیگه نمیبینیمش، کمتر میبینیمش، ولی با یکیش خوب در رفت آمد هستم و اینها چند سال پیش به عنوان سایلنت پارتنر، یعنی به عنوان یک شریکی که در یه بیزینس شرکت میکنن ولی از اون بیزینس چیزی نمیدونن، میگن ما پول میذاریم شما که واردی برو کار کن. بعد یه مسئله پیش اومده بود، بعد ایمیلی میفرستادن اینها، مخصوصا ایمیلای دست جمعی رو خیلی مواظب باشید که شما دارید جواب به یه نفر میدید یا جواب به همه میدید.
این به جای جواب به یه نفر که اون شریکش بود، دوستش بود، جواب به همه داده بود و نوشته بود که یکم اینا رو سر بدونیم و باهاشون بازی کنیم. اونا هم از همین استفاده کردن، پول اینا رو ندادن. وقتی اینا رفتن دادگاه، آورد گفت آقا نگاه کن، این اونجا با حسن نیت با ما کار نکرده، این اونجا ما رو میخواسته به اصطلاح هی معطل کنه و سر بده اونو اینها، و 40,000 دلار این دو دوست ما ضرر کردن. خب لطفاً نظر بدهید، چشم ببینیم چیه، بعد نظر بدهیم. یک لحظه اجازه بدید که این باز بشه و روشن بشه، ببینیم این ویدیو چیه. آها این ماجرای بله، این کانال مسیحی ها هست که طرز فکرشون با دولت آمریکا یکی نیست. چیزایی رو که میگن حقیقت داره، ولی متاسفانه وقتی که این حقایق رو گوش میدی، بعد مجبوری مزخرفات خودشون رو هم گوش بدید. این همون جوری که میبینید اسم اخبارشون هم هست، یا اسم کانالشون هم هست، True News، یعنی اخبار حقیقی. و این مال 29 آپریل، درباره همون چیزی که بهتون گفتم، هواپیمای بدون سرنشین یا این پرنده ها درون بهش میگن، اینجا رفتن از کشتی ناو هواپیمابر آمریکایی فیلم گرفتن. با هم ببینیم و بشنویم. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over it. Yeah, if you look at the footage and you don't do any investigation, it is. You are kind of jaw-dropped about how close they got to this. This is crazy. I guess YouTube is shutting us down right now for showing this video. Who cares about YouTube? هایزنهاور یا ابراهام لینکلن، من فکر کنم ناوبر ابراهام لینکلن بوده. در صورت تو خود اینم میگه که این به نظر میرسه که مال قبل بوده، و روش نوشته که یه چیزی راهند شناورهای آمریکایی در خلیج فارس توسط پهبادهای نیروی دریایی سپاه. در صورت اوضاع اونجا متشنجه. بیاین امیدوار باشیم که هیچ کدوم از این طرفین دیوانگی نکنن و برگردن به جای جنگ، با مذاکره مشکلاتشون رو حل کنن. بعد میگه که وقتی بیندیشی نتیجه بهتر میشه، وقتی عقل نباشه جون در عذابه. خود من دیروز دوستان، واقعا آدم خجالت میکشه از خودش، یک کاری رو انجام دادم، یه وزنه خیلی سنگینی رو حدود 1 ساعت تحمل کردم و هر لحظه میترسیدم الان این بیفته، هم اون داغون بشه هم خودم. بعدن دیدم خیلی ساده این کار، اگه تکنیکش رو بلد باشی این جا داره، میذاریش اونجا، اون وای میسه، تو اون پیچ و مورهاشو میبندی، بعد اون واز میکنی. 1 ساعت یه چیزی نزدیک مثلا 200 پوند. بعد 200 پوند ممکنه وزن زیادی نباشه، تقسیم بر 2.2 که میکنین، تقسیم بر 2.2 میکنین، ممکنه حتی 100 کیلو هم نشه. ولی وقتی یه جنس مثل دمبل و هالتر که درستش نمیکنن، که یه جنس بزرگی و اینجوریه، شما اصلا هیچ. حالا اینو نگاه کنید، اینو من دیدم امروز صبح، جالبه، بذارید که ببینید. اینو که هیچ کاری نمیکنه، از اونای دیگه که دارن به شدت دست و پا میزنن تندتر میره، و این نتیجه استفاده از عقلش هست و فیزیک. ببینید اینجا تصویر رو من بدم به این کانال شماره چند، این مسابقات دوچرخ سواری است، و ببینید این آقا تقریبا آخرین نفره. اینو میگه، حالا ببینید چه اتفاقی میفته. بله پاهاشو برداشت، اینجوری خوابید روی زین و فرمان. بعد دیگه چون نیروی به اصطلاح استحکاک کم میشه، یا چون بفرمان
درست میگم استحکاک یا این مقاومت ایرودینامیک شده الان دیگه این آقا. از همه داره تندتر میره با وجودی که پا نمیزنه حقیقتا، اونا دارن پا میزنن ولی این فقط خودش رو اینجوری موازی با افق با زمین نگه داشته. پس بیاین و از امروز بیشتر از عقلمون استفاده کنین. اونم بیا اون بطوری هم تا اینو دید اونم البته اون یک کمی اشتباه میکنه، مخصوصا این موتورای که مثل وسپا هست و طرف نشسته داخلش، همون جلوش اون مقاومت به اصطلاح ایجاد مقاومت و هوا هست. خب بازم باشیم یا بریم؟ بذارید ببینیم که تکس مسیج و وایس، اینم از این، اینم کپتال وان، بس دیگه. ما همینجا بگیم که خیلی ممنون که با ما بودید، لطف کنید برنامه های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ممنونم از فرخ، ممنونم از این پیام های فرخ رو بذارم ببینم. دو تا پیغام گذاشته راجع به همین سپاه پاسداران و چی دیگه، این که اینا افراد وظیفه رو حتی تو سپاه پاسداران میبرن و میبینی بعضی ها سربازن ولی دارن توی سپاه پاسداران خدمت میکنن. فرخ سپهرار این اولیش هست. مسیج ببیند چقدر زمانه، 1 دقیقه و 6 ثانیه. بفرما. الو استادم، پاسای عزیز، فرخ هستم. امیدوارم که همه چی خوب باشه. منظور از تلفن زدنم این بود که من متأسفانه برنامه تو لایو ندیدم، توی یوتیوب نگاه میکردم. یه پیشنهادی داشتم، اگه لطف بکنی وقتی میهمانان مثلا آقای لادن صحبت میکنن و شما سوالی ندارید و اونا فقط صحبت میکنن، اگه میکروفون خودتون رو خاموش کنین فکر میکنم بهتر باشه، چون در موقع صحبت کردن شما با کامپیوتر با کیبورد پس پس دست داری اینا میاد، یه خود چی میگم گوش کردن به حرف مهمان شما رو مشکل میکنه. میبخشی که من زیاد زنگ میزنم و پیشنهاد میدم اینی که به نظرم رسید بگم. خیلی ممنون، موفق باشی. خدا خیلی ممنون. میگه که اگر دردم یکی بودی، اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی. ببین دوست عزیز، من اگر این میکروفونا رو میتونم آن کنم آف کنم، یعنی این صداها که اینجا هست، ولی اگه یکیش آوردم پایین خودمم رفتم گرم شنیدن صحبتهای مهمان شدم، بعد یادم میره که اینا رو بیارم بالا. نداریم آقا، نه پولشو داریم نه نفراتشو داریم. شما هم باید بسوزی و بسازی. ببخشید من این کارو میگم به شما، ولی نگاه کن من که الان نمیدونستم پیام شما راجب چیه. این ببینی این کلا مال زمستونه، من گذاشتم روی ماوس که صدا شما رو آزار نده. دست من این زیر عرق کرده. آقا ماوس هست میخری $20 ماوس بی صدا، کیبورد هست میخری کیبورد بی صدا، ولی اونا هم بی صدای بی صدا نیستن. در صد ممنونم. حالا سعی و تلاش خودمون رو میکنیم تا برنامه ها بهتر بشه و اتفاقا از لطف افرادی مثل شما ما ممنونیم که با همین نق زدنشون، با همین انتقادهای سازندهشون برنامه های ما رو بهتر و بهتر کردن. چرا گفتم نق زدن؟ چون ما میتونیم اینو به عنوان آقا این فرخ هم که خیلی نق میزنه، یا اینکه بگیم آقا فرخ دوست ما هست میخواد برنامه ما بهتر باشه که اینو به ما میگه. من ممنون و متشکرم. من اینو به عنوان یک انتقاد سازنده نگاه میکنم. و الان بذار بهت بگم، اگه من این صفحه رو بیارم اینجا، ببین این تعداد میکروفونایی که من اینجا دارم، نمیدونم حالا پیدا میشه یا نه. نگاه کنید اینجا، کامرای دو، نگاه کن اینجا این میکروفونایی که من دارم.
اگه اینا رو هی خاموش روشن کنم، الان چون خودم تنها نشستم اینجا، یه میکروفون جلو خودم به اصطلاح بازه که همین صدای اینم میاد، بذار اینجوری بهت نشون بدم، فقط میکروفونا رو بهت نشون بدم. Select area، این ببین چند تا میکروفونه، کامرای دو اینا هست و با اینا هم خیلی ساده میتونی روشنشون کنی، میتونی خاموششون کنی، بالا پایینشون کنی. ولی اینا یا یک آدمی رو میخواد کنترل کنه که به اصطلاح نداریم، یا دستگاه بهتری میخواد که میکروفونه رو از بالا اومده بودی دیگه، تلویزیون رنگارنگ اون موقع ما میکروفونامون شاتگان بود، یعنی میکروفونا از بالا میومد، به همین خاطر صدای این پایین رو نمیگیره. ما الان میکروفونا روی میز هست، مشکل زیاده، حمایت کم، حمایت کنید دوستان عزیز. ممنونم که با ما بودید، ممنونم که با ما هستید. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. به امید دیدارتون روز جمعه. آقای فرزاد نیساری وقتی نوشتودن امروز نمیتونن بیان، گفتودن روز جمعه میان. هنوز خبر ندارم که آقای امیر حسین لادن با ما هستن یا نیستن، و به همین صورت پیش میریم که هر که آمد خوش آمد، هر که نیست به امید دیدارش، به امید دیدار شما روز جمعه. ولی فکر کنم به طور به صورت حتم نزدیک به یقین با دو تا از دوستان پناهجو مصاحبه خواهیم داشت. روز روزگار بر شما خوش.